بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. جمعه دیگر، برنامه دیگر از کانون آوا تقدیم به شما توسط تلویزیون مردم از واشنگتن. دوست جدیدی رو داریم که مایل هستم بهشون خوش آمد بگم و گفته بودیم دلیلی که آقای رجوی و همسر ایشون اصرار داره که این دوستان رو نگه داره در اون مناطق این هست که میترسه آزادی به اینها بده و اینها آزادانه راهشون رو انتخاب کنن. باور کنید من هیچ وقت فکر نمی کردم که یکی از دوستانی که جدیداً از کمپ لیبرتی و اشرف و اینها منتقل شده به آلبانی بیاد با ماها صحبت کنه و خیلی خوشحالم که امروز با آقای احسان بیدی هستیم از آلبانی یا آلبانیا. در صورت آقای بیدی من به شما خوش آمد میگم، آزادیتون رو بهتون تبریک میگم و لطف کنید به دوستان بیننده و شنونده بگید که چه دلیلی باعث شده که امروز شما تصمیم بگیرید صحبت کنید. من مقاله های شما رو خوندم، به دوستان هم پیشنهاد میکنم با بازدید از صفحه وبسایت کانون آوا که آدرس شو اینها رو الان نشون میدیم برن اونجا نوشته های شما رو بخونن. شما هم در حین صحبتاتون اگر خودتون صفحه‌ای دارید یا فیسبوکی دارید لطف کنید به دوستان بگید. دوستان عزیز بیننده و شنونده، این شما و این هم آقای احسان بیدی از آلبانی، بفرمایید. آقای توربی قبل از اینکه من صحبتم رو انجام بدم جا داره که سلام و درود داشته باشم به تک تک بینندگان و شنوندگان این برنامه و بعدش از شما تشکر کنم و مسئول دفتر رهنمایی تلویزیون مردم به خاطر اینکه این وقت رو اجازه رو به ما میدید که ما بیام بتونیم گوشه از دردهای خودمون رو با هموطنان خودمون عنوان بکنیم که آنها هم درد ما بشن. خب بهرحال چرا من الان تو این نقطه اومدم اینجا نشستم؟ به این دلیلی که مسعود رجوی بعد از اینکه خب من اقدام کردم که فرار بکنم از کمپ لیبرتی، در همون خانه اول دنبال من بود که منو تسلیم بکنه و دو مرتبه منو برگردونه به کانون خودش، ولی خب استقامت و مقاومت من باعث شد که مسعود در برابر من بگم زانو بزنه و من زانو نزدم. بارها من رو تهدید کرد که ایشالا در ادامه بحث هم آگاه میکنم، به من مارکایی زد که خب شایست لایقه خودشه، چون در طول تاریخ الان من و شما اینجا نشستیم مسعود برای همه ما به نوع احسن مشخص کرد که خب کسی که با دست خودش رهبر خودش ها محمد حنیف نژاد به خودشه، کسی که با دست خودش نفس خودش به خودشه، کسی که با دست خودش هم یاران هم قطاران خودش رو بکشه و چه بسا بکشه، کسی که وقتی جایش وقتی که هم رزمای خودش داشتن با خمینی می جنگیدن جون خودش رو برداشت و خارج کشور، کسی که اولین و آخرین صدی که میتونست جلوی مسعود ناصره یعنی موسی خیابانی رو کشت، چه بسا اشرف و چه بسا اون 60 نفر، کسی که همرزمان شما اومد گول زد زنای آنها را تصاحب کرد دستور خارج کردن رحمه را داد، کسی که با صدام نشست دیگه فیلمش هست سیگار به قول معروف لاغ میترکون، کسی که تو کردکشی بود، کسی که به همقطرهای خودش رحم نکرد، کسی که تو دستگاه خودش با نام سازمان با اون ارزش هایی که محمد آقا اومد پایه گذاری کرد به اون خیانت کرد، شکنجهگر اون رو درست کرد، بچه ها رو نه یکی نداد تا صحبت 700-800 نفره و صحبت 10 نفره که به کشتن داد، کسی که در برابرش واستادیم استادگی کردیم و ثابت کردیم که مسئول جز پرتوبله گفتن جز یاوه گفتن چیزی نداره، کسایی که اومدن برن دنبال زندگی خودشون بگن آقا ما نه سیاست این رو دوست داریم نه سیاست اون رو دوست داریم، ولی مسعود چون توان اینا نداره ببینه یکی میتونه نفس راحت بکشه همیشه دنبالش میاد تهدیدش میکنه، شک نداشته باشید قصد اینا داره که خارش بکنه، ولی خب متاسفانه مسعود خار شد و
و الان من در حضور شما خب هموطنان عزیز هستم. بله من احسان بیدی هستم، همونطور که شما گفتید همون کسی هستم که مسعود بارها و بارها مدعی شده که مزدور هم واجب بگیره. خب اینا هستم. خب در صورتی که خب مدارکش هست من عنوان کردم، اگر مدارکی هست، اگر مدرکی هست، یه حرفی هست، یه حدیثی هست، این گوی و این میدان بهار شما هم یک شخص سالس، امید دارم که خب حق و حقانیت مشخص بشه. البته تاریخ ثابت کرد، زمان مشخص کرد که مزدور کیه و ما هایی که میخوایم تو اون اقتصادیمون رو بدیم خب بایستی خب برده نشون بدیم و برده هم نشون بدیم. امید دارم که تونسته باشم یه پیش مقدمه خاصی انجام داده باشم. ولی مسعود خودش خوب میدونه ماها بریده ها، کسایی که به معنای واقعی کلمه بریدیم، یعنی توف کردیم اون اندیشه‌شو، شناختیم ذاتشو، هیچ وقت نمیتونه با ما سر جنگ در بیاره و میدونه بازندمونه. چرا؟ چون ما فهم کردیم، درک کردیم، محصول اون ایدئولوژیک کثیف اون نشدیم، در برابر تمام تاکتیک های فکریش ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، درایت از تمام اینا رو جمع کردیم دور خودمون، بهش اثبات کردیم که مسعود اگر میخواد افکار ما سوار بشی، اگر میخواد ما رو به عنوان ربات برای ابزار کار خودت استفاده بکنی، اشتباه کردیم. هنوز قدرت انسان ها آنچنان زیاده که در برابر تفکر نجس تو ایستادگی بکنه. و ما ایستادیم، ما به منزله بریده ایستادیم، ما به منزله منتقد ایستادیم، ما به منزله اینی که فهم کردیم که مسعود چه آدم پستیه، به معنای واقعی کلمه فهم کردیم که مسعود چه مزدوریه، و به معنای واقعی کلمه فهم کردیم که مسعود چه آدم قاتلیه. دیگه 10 سال نفس به نفس مسعود نبودیم. 10 سال، 10 سال تمام پلیدی های مسعود ما تحلیده، 10 سال ما رو رخصون، ولی ما ایستادگی کردیم. آقای سوربی، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، کسایی که فکر میکنید هنوز مسعود یک جور انسانیت داره، 10 سال مسعود با آرزوها، آمالها، با نفسهای انسانها بازی کرد. برای چی؟ فقط برای استقامت خودش، برای اینکه پایه های حکومت خودش رو نگه بدید. 10 سال، من کاری با 20 خورده اندسال ندارم، از زمانی که دولت آمریکا اومد تا اون زمانی که من بودم، مسعود ثابت کرد که نه صلاحیت رهبریت داره، چون مسعود خودش دید با دست خودش این کار کرد و من تشکر میکنم ازش که به ما فهمون یک چوبان دروغوه و صلاحیت رهبریت سیاسی نداره و تو اشرف بهش میگفتم چوبان دروغوه. هر سال با سال سر سرنگونی ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، ثابت کردیم بهش که مسعود اشتباه نمی‌کنه، ما نمی‌ساختیم. هر سال اومد بهونه کرد که اگر امسال سال سرنگونی نیست آقای سوربی شما مقصری، چون شما دست بینی کردی، آقای ایکس شما مقصری چون مشکل جنسیت داشتی، خانم ایکس شما مشکل شونه زدن داشتی، من نتونستم امسال سرنگونی بکنم. و ما می‌خندیدیم. شاید شما باورت نشه الان بگی مثلا دارم تباهم میدم، ولی خب بچه‌هایی که اومدن میدونن هر سال وقتی در هر سرفصلی میگفت امسال سال سرنگونیه، سال سرنگونی نمیشه، یک نشست برپا میکرد میگفت تو مقصری، تو اگه دعوا نمیکردی من امسال سرنگون میکردم، احسان میدی تو اگه خوب مسواک میدادی من سرنگون میکردم، خانم فلانی تو اگه نگاه چپ و راست نمیکردی مو تو درست میکردی من سرنگون میکردم. نشد توی مدت 10 سال یک بار بیاد بگه من مقصر. یک رهبره خودش منتقل به اینه که آقا انتقاد، مگه میشد ازش انتقاد بکنی؟ اگر انتقاد میکردی فردای روزه که باید روز میخوام ببخشی بگه بلاخ بارده. مسعود این بود، یک دیو بود، یک تنوره بود. مسعود به معنای واقعی کلمه توی اشرف پشت صدام حسین که نه دست آمریکا میرسید نه دست کمیساریان میرسید، یک دژ درست کرده بود به نام دژ مخوف اشرف. هیچ صدا و نجوایی به بیرون نرفت و خفه شد. آقای سوربی، اگه برکت حمله آمریکا به عراق نبود مطمئن باش تک به تک ما اونجا کشته میشدیم مثل دیگران. اینو باور کنید. زمانی مسعود درک کرد که نیروی آمریکایی اومد فهمیدش که ارتشش تموم شد.
مسعود فهمید رای گریدی نداشت، با نشست های مسخره بود، با پند های مزخرف، با اینکه تو مقصری یا تو مقصری یا اون ماهواره که رفت رو هوا رو مدار چرخید خور پا اون سواب شد، اون مقصری که من نتونستم سرنگون کنم. و چه جالب در پیام آخرش مسعود رجبی اولین و آخرین جام زهر خورد. نمیدونم شما پیامش رو چقدر گوش کردیم، من های اون تهدیدهایی که ما را کرد اومد تو پیامش خیلی قشنگ. 8 سال میگفت سال سرنگون، اگه دقت کرده باشید پیامش امسالش رو برگشت گفت 8 سال بازم میتونه سرنگون بشه. و مسعود در شعار سرنگونش اومد پایین و ما کردیم با استقامت، با اینکه بیان پشت این صندلی ها بشینیم حقایق رو بگیم از دریای بیکران. آقای اگر تمام این منتقدان ها، تمام این جدا شده ها و حتی خود شما رو بیان بگیم که مسعود رو بهتر بشناسید، خاطرات رو بگید، درد رو بگید، به خدا 100% نمیشه بازگو کرد اون فجایی که دیدیم، دردهایی که دیدیم، کابوسایی که دیدیم. من از کابوسای خودم میگذرم، الان میام اینجا میشینم سرم بالا سر من احسان بیدی هستم، کسی که 11 سال توی سازمان بودم، میام میگم مسعود لایق و شایستگی رهبری تو نداشت نداره. ما اثبات کردیم. آقای صبحی نمیدونم معنی این کلمه ما رو چی میدونی، توی اشرف که بودیم به طرف مایی که مثلا خب مثل ما مشکل داشتیم میگفتیم فلانه تو چرا استقامت کردی، چرا میمونی، چرا نمیری، میگه احسان نگاه کن ما با استقامتمون سال به سال ثانیه به ثانیه جلوی مسعود ثابت میکنیم که هیچی نیست و ما رو میبینه آیه دقش لج میکشه بعد جنگ زنه. 10 سال هرچی گفت یاره شد، 10 سال هرچی گفت کش در اومد، برای رضای خدا نه عمرم نه، برای رضای فاطمه سر کوچه اون چاره بغلی یه حرفش درست در اومد که شما بیای بگی احسانی بیدی اشتباه میکنی، من میگم باشه شما درست. 10 سال تمام هرچی گفت یارو، هرچی گفت کش بود، فقط یک کار خود انجام داد، قتل جنایت به خفت خالی کشیداره تک تک نفرات با جون نفرات بازی کرد، در دقیقه 90 در طرف سو استفاده تمامیت بکنه از وجودش، از عشقش، از محبتش، از خانوادش بگذره، بعد با کوچکتن بیماری توفش کنه بره بیمار مثل علی حمادی. همرزم من کسی که دقیقه 94 از اشرف انداخت بیرون، سرطان داشت، سرطان چش، سرطان با من بود تو ترکیه بود، کسی که مثل تک تک این زنهای اومدن که الان تو آلبانی مردن تو دقیقه 90 دقیقه 94 مینازشون بیرون تو حالشون میکنه. شما شاید معنای واقعی کلمه اینو درک نکنید که در اونجا کسی با عنوان شخص اصلا نردشت، اصلا من نمیتونستم بیام به خودم بگم احسانم، از اسم اینی که من یک فرد واحد هستم احسان هستم میترسیدی، باید میگفتی که من یک مسئولی هستم. آقا برای چی؟ مگه ما پشت نکردیم چه خواسته چه نخواسته بیان با یک ارزش هایی که محمد آقا پای گذاری کرد بیان معنای واقعی انسانیت رو پیدا بکنه، بعد تو اون دو ما رو ربات بکنی بگی تو از منی اون چی که من میخوام باید انجام بدی، نه فکر بکنی حقیقت خوردن نداری، باید در روز بیای بگی آنچه واکنشت ذهنیته، باید خودتو بیای به نظر مالی بکشی، باید بری تو نشست خوش بخوری کتک بخوری، باید بیاش بهش بگی انسانیته کجا. آقای صوربی ببینید یک فضایی شد، ما ها تونستیم و خیلی ها جرأت اینو پیدا کردن بیان ادای احساس مسئولیت بکنن نسبت به تک به تک ایرانی ها، کسایی که واقعا نشناختن، به منزله اینی که میگن آواز دوغال از دور خوش است مصداق همین اشرف واقعا آواز دوغال از دور خوش است. وقتی وارد این گروه میشی، وقتی میدی تو دامنه این، وقتی میدی تو این تنگه، میبینی وای وای چه اشتباه، چه خانواده های، چه عزیزهایی، چه کسایی که رفتم طالع تناب دار، برای چی؟ برای یک بار حوض، برای مسعودی که انقدر در عرف انسانی هست، زنش کشته شد بعد از مدت مدیدی رفت ازدواج کرد، خب ازدواج کردی بعد از مدت مدیدی اون زن اومد تو نشست هایی که ما بودیم میگفت چونه هست رفت زن هم یار رفیق خودش رو گرد، ای کاش فقط با همون خط میشد خرم سبا، یعنی گذشتگان ما رفتن برای اینکه آقا بیاد پا رو پای خودش بزنه خرم سبا.
با ناموس ما بازی بکنه، بعد بیاد به من امثال ماها که در برابرش با میستیم بگه مطور ببره تو شکنجگاه. آه نه آقای سوربی ببخشید، من شما شنوندگان عزیز معذرت میخوام که این مثال رو میزنم، ولی به مثلاق مسعود رجبی و باید بگم مسعود رجبی یادت باشه میگن آهوی جنگل باشه گرگ بیابون نه شیر جنگل و کنه بیابون. تو بچه ها باری که نمیتونستن داد بزنن کشتی مسعود رجبی، بچه هایی که اومدن برگشتن گفتن تو ایران خبری از اسم نامت نیست، تربه نیست شدم. مسعود رجبی کسایی که اومدن استقامت کردن در برابر انقلاب ایدئولوژی کثیف‌ترین انقلابی که تو داشتی مردن کشته شدن. مسعود رجبی قبل بعد شش فروغ جاویدان بالای 25 نفر تو زن و هدیه کرده به صدام، کون صداها کون اسما چی فهمید چی شدن؟ میای با تو قبقب خودت میزنی میگی آقای حسین ابن ابی طالب که اون حسین ابن ابی طالب بدنه تو کمره که با نام خودش داره بازی میکنه کو؟ آره من اینجا نشستم اسمم احسانه مثل خیلی دیگه اومدیم از دردمون بگیم. آقای سوربی در تفکر ایدئولوژی شناخت خمینی هیچ کس شکی نداره و بایستی شاکرش باشیم تو خودش نشون داده، ولی در تفکر شناخت مسعود رجبی میبایستی از اون تشکر کرد. به جد دارم میگم این زمانی تمام ایرانی به مصداق ایرانی تشکر میکنم چون شناسون نیمش این دیوان این هویدارا خیلی سخت بود تمیزش بدید تشخیصش بدید داری چیکار میکنه و مسئول فهمید اولین بریده ای که در برابرش باستان صحبت کرد فهمید که همین بریده ها فرش سرخ سرنگونی از زیر پاش میکشن بیرون و ما چشیدیم افتخار میکنم سرمون بالا عدیده میکنه شما فهمیده دومی فهمیدم ولی برای نسل آینده ما دستمون سوخت عمرو رو بردیم برو بردیم. من بازمانده موزه فروردینم که مجروف شدم تو دو قدمی مرده ولی اومدم عدیده اندازم سرم بالا عمرو رو داشته باشم میرم مرد حق نمیترسم ولی اون که میترسم که منم امام زمان میزنه کوی امام زمان کوش کجا هست؟ 10 سال کوش آیا امام زمان اینه؟ آیا امام زمان اینه که نفرات بده جلوی گلوله؟ کو؟ اگر امام زمان مسعود رجبی مردشون امام زمانه بودنش آمد که خود مسعود رجبی از امام زمان بودن خودش کوتاه اومد و مسئولینش برگشتن گفتن مسعود رجبی یک فرد عادیه و ما لذتش بردیم. مسعود تو یاوه گفتن همه ما میدونیم مهارت ولی با خود مقاله هم نوشتم زمان بیانگر مرگ مسعود رجبی مسعود رجبی تاریخ هم بود خودش زحمت کشید خودش رو کشید ما نکشتیم ما استادگی کردیم گفت بمونید گفتیم چشم میبونیم تو تخمت دو در باشید ما استقامت کردیم ما گذشتیم ما از زمان بچه هر چیزی که میتونه آینده همون از هر چیزی که فکر میکنه ما گذشتیم گفتیم باشه تو درست میگی بادم تو درست بودم من دست دم واقعا کردم تو نتونی که سرنگون کنی ولی ما اثبات کردیم که من هیچ بعدا میشینی یاوه میگی دجه میزنی تهدید میکنی باشه دمت کرد همینه زمان ذات تو رو مشخص کرد. اگر اون حسین ابن ابی طالب که کسی که جلوش آقا بس بخشی ما هم مدردی که اومدیم بهت گفتیم که چرا ما میشیم مستیم و ما بایستی خونه همون بلسه از مردشی رو اون حکمی هست در بیتاله تو تفکر کنیم که تو داده میگی قرن 21 دفعه تو باقایی ها بابا خمینی خمینیش که رحم داره میکنه با اون اپوزیسیون به اصل دوزاری خودش تو نمیتونی تو تا انتقاد بپذیری و هیها کی این وسط موجوده تو با اون همه یا ما اگه من یه مفهوم موجود بودم اینه که من بیام بشونم اینجا برای آگاهی هموطنم برای اون که دیدم برای اون که احساس مسئولیت کردم این آگاه میکنم آره من هستم افتخار میکنم و مسئول رجبی یادت نره اگر من امسال من اینجا نشستم که سورش چه دوست چه دشمن هر طرفه میبرم این مقصر تویی چون تو خواستی ما بشینیم اینجا و من افتخار میکنم اگر
کلام من به واسه روش آقای فهم احساس میکنم دیمی دانم ادا میکنم بگم مزدونم من مزدونم اگه تو مردی باشه تو مرد باشه اگه مرام و مردم نگه اینه بابا تو خیلی مردی آره تو شیر همیشه بیداری روی تخت ها تو مردی نشستم پیک بر پیک شدم و صده مزدون تو فهم و شعور داری نشستم مزدوری کردم بابا تو خیلی مرد اما نامردی آقای صدقی به نامردی خودم افتخار میکنم و به مزدوری خودم میبونم آره من همون مزدورم که خیلی 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 مسئول رجعی دوست داشت منو بزنه نتونست سه بار قصد سفر کردن منو داشت که نتونست من تو عرایزم میگم الان میگم بعدم میگم بعد از روزه فروردین که بر من اتفاق افتاد یکی از بالاترین شعور رهبری که از آشنای ما بود و دایی منو میشناخت اومد گفت احسان از اینکه تو و دیگران زنده هستید مسعود ناراحت بزن برو به خاطر محمد وقتی رسیدم لیبرتی گفت احسان من رسیدم مسعودم رسید لیبرتی اینا رو بگیر و برو دیگه نه اینا رو من میگم بعد که تو صحبتم هم شد خواهشم بدون پس ما از بازماندگانی هستیم این وقت هست که شما در اختیار ما گذاشتید همتون عزیزی که اومده از تفریحات خودش گذاشته بشینه بیا صحبتهای ما رو بشنوه امید دارم بتونم کوچکترین دردهایی که کشیدم رو منوس بکنم هم دردم بشه من در خدمت شما هستم آقای صدقی اگر برحال حرفی حدیثی مقدمه بود ببخشید ولی میگم دنیای هفت زیاده من معذرت میخوام از بینندگان ندارم حتی شما دوست دارم مجموعه حرف ها زیاده، درد ها زیاده اگر هر از گاهی از این خاطر یک سوال کردم نه مثلا جوابی بدم من معذرت ولی تمام تلاش خودم رو میکنم تو این وقت کوچیکی که دارم بتونم اون چی که هست رو نشون بدم و اگر این شاخ با اون شاخ شدم شما حاصل رو بکنید چون واقعا ظرفش نبود بیانی درد دل بکنم ما مقاله نوشتم ولی به خدا هنوز هیچ نمیشتم دستم میلرزه من هنوز وقتی همرزمای خودم تو روزه فردوردی میبینم جوری گله خوردم فرماندهاش فرار کردن رفتن تو همون پناهگاه کابوس میبینم دستم میلرزه چشام میلرزه آقای صبحی شما ندیدی خواهری تو دست بدل برادرش کشته بشه برای هیچ هموطن عزیز اگه هیچی نگم دوستان روزه فروردین رو میگم که اولین و آخرین کسی که مسبب خون شد مسعود رجبی بود قاتل بود ببینید سهم کشتار مالکی خیانت دیانت هر کاری کرد یک طرف اگر اون 10% مقصر بود مقصر نه 90% ما شاهد داشتیم در فصل 19 فروردین چه تو این زمان چه زمان بعدی میام حتما عنوان میکنم من سکوت اختیار میکنم آقای صاحب شما اگر حرفی حدیث سوالی نمیدونم هر چی که داشتید به حال بگید که شده بحث شروع بکنیم به جایی بازم مدد میخوام اگه نمیتونم بحثو خوب برسونم فرهاد استرس نزول زمان مجموعه حرفی که تو ذهنت هست این حق رو به من بدید که شاید نتونم به نفع احسن اون چیزی هست رو کنم ولی تلاش خودم میکنم بسیار ممنونم از شما من تا امروز فکر میکردم شما نویسنده خوبی هستید حالا امروز باور دارم که سخنور خوبی هم هستید اتفاقا درباره 19 فروردین 1390 هم سوالاتی داریم که از شما میپرسیم ولی قبل از اون اجازه بدید از دوستمون که از طریق فیسبوک تماس گرفتن و چون با انگلیسی نوشتن من برای شما میخونم تشکر کنم جورج به شما سلام کرده بهتون خوش آمد گفته و شما رو مهمان محترم خطاب کرده گفته که طبق معمول من پرسشی دارم میگه که ایشون شنیده که حدود 600 نفر از اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی هستند و به همراه اونها بعضی از کماندرها یعنی فرمانده ها و بعضی از اعضا که اونها به اصطلاح فدایی رهبر هستند و آیا این دوست ما آقای احسان بیدی و دیگران فکر نمی کنن که اونها ممکنه در اروپا و آلبانی بخوان اعمال تروریستی انجام بدن مخصوصا به دنبال افراد جدا شده مثل شماها باشند آقای سروی من سلام دارم
قیابم با آقای جورج عزیز، من انگلیسی بلد نیستم که بتونم چیزی بگم، ولی خب من اشاره میکنم دوست عزیز به پیام آخر مسعود رجوی که برگشت گفتش که یگانهای آماده، من باید یگانهای آماده. خب برای منی که تو اشرف بودم خیلی مشخصه یعنی چه. آقای صالحی، مسعود رجوی تو آخرین پیام خودش ما یک نصیحت و یک وصیت و یک ختمش جدید خودش رو اعلام کرد. ما به بینندگان عزیز و کسایی که دوست دارن که خب خط و فکر مسعود رو بشناسن توصیه میکنم بارها این پیام رو گوش کنم، چون خودم هم 20 بار این پیام رو گوش کردم. الان اتفاقا میگم چون واقعا معتقد به این اصل. ببین دوست گرامی، مسعود رجوی دشمن بیشتر نداره، اونم معتقدش، اونم با حال است. برای ما هیچ وقت این هم مشتاقانه بود که مسعود رجوی این کار رو میکنه. بارها خب به دوستای خودم تو کمیسر عالی یا هر کسی که بود، هر کسی که دسترسی داشته عنوان کردیم که مسعود رجوی که اهدافش ماه، تو پیام آخرش آمد این عنوان کرد که معتقد این رو بزنید، یعنی ماها را علنا دستور قتل عام مرادا و اون چی که تو با عنوان خط مشت دادم میگم همینه، خط جدید سازمان. چون مسعود رجوی متوجه شد که الان خط خطی که لیبرتی ازش بگیرن، اومد متمرکز شد به کجا؟ آلمانی. یعنی آلمانی اومد پول برای خودش کرد برای رسیدن به اهدافش برای منتقدین خودش و اروپا و منتقدین دیگر. مسعود رجوی خط مشت جدیدش همینه، حذف کردن منتقدینش، یعنی ما، نه به صفت منی که 10 سالم، نه به صفت منی که 20 سالم. دوست من، کماندوهایی که الان آورده تو آلمانی علاوه بر اون اختشاش کنه رو آزادی کسایی که الان تو آلمانی هستن مثل ما که جدا شدن، خطش اینه که سرکوب و ترور. چون مسعود علمتون پیام آخرش کن، بله عزیزم، مسعود رجوی که کدف بیشتر نداره فخطش همه، یعنی در آینده نه چندان دور بایستی منتظر همچین اتفاقی بیافتی. یعنی مسعود رجوی آگاهانه آمدانه این نفرات رو برزد با اسامی مختلف، با اسامی متشابه آورد تو آلمانی فقط برای این اهدافش. یک، احاطه کردن با سازی کردن تشکیلات خودش اینجا، سوار شدن رو بریده ها، تسلط خاطر داشتن رو بریده هاش و در کنار سفت کردن آن. چرا؟ چون آلمانی کشور بازیه. مسعود رجوی توان مالی داره، با 10 دلار خلافش هم میتونه شر یک نفر اینجا خلاص بشه. مسعود رجوی وقتی به اومد اینجا خیلی راحت میتونه توسط قاچاقچی که خودش داره نفرات خودش رو بفرسته کجا؟ اروپا. همین الان مسعود رجوی با پول خودش سازمان آپارتمان ها اینجا خریده، آپارتمان خریده، یعنی اومده مسعود رجوی کمیساری عالی و دولت آلبانی کشیده کنار، اومده قدرت خودش اینجا نشون میده، آپارتمان خریده. یعنی کسایی که تو قرنطینه هستن مستقیم اومد تو آپارتمانی که تحت حمایت خودش. همین الان دو شده هایی که بعد از یک سال اونجا هستن یک ترخصنامه می‌نویسن. اینا من خواستم تو بحث آلبانی بگم که همین الان ما میترسیم ارتباط برقرار بکنیم با خانواده و دوستان و مقاله بنویسیم، چون فیسبوک ما زیر نظر سازمانه، فردا میاد از ما تعهد گرفته فلانی تو مطلب نوشتی قطع میکنه، فلانی تهدیدی، فلانی چرا دوست دختر داری، فلانی چرا پاتو چپ گذاشتی، فلانی چرا موبایلت دوتا شده، فلانی نامه نوشتی، فلانی تو مزد دادی. ببینید مسعود رجوی تو پیام آخرش اشاره کرد قشنگ اونا متمرکز شد، آقا بزنید بکشید. یک زمانی مسعود رجوی میگفت آقا بکشید زندانهای اروپا هتل واسط همونجا. همین الان تو اونجا اومد اونمانجا الان اومد اونمانجا و این کمانده هاشه وقتی فرستاد اونجا، یعنی مرگ، یعنی خطر برد باشه. ما که اینجا بیشتر نداریم، اگه قراره که باید که مسیر خون بده که مسعود رجوی بهتر بشنازه، خب بذار بده. ولی دوست گرامی آقای که اسمش هم یادم رفته، آقای چی بود؟ جورج. آقای جورج مسعود رجوی یکی از اهدافش فقط همینه، احاطه بر تشکیلات فروپاشی خودش توی آلبانی، بازسازی اون، تمرکز کامل رو نفرات جدا شده، هر با آنها. من نخواستم اینو بگم ولی بازم در جای دیگه اشاره میکنم، ولی با همین دستگاهی که الان اینجا داره خوشبختانه 16 نفر از کسایی که قبلا اینجا بودن فرار کردن رفتن اروپا. ببینید 16 نفر تو زمین.
همین الان خبر خوش من میخواستم آخر بدم ولی گوشو باید همین الان بدم. نفره دیگه جدیدن تو دیویزیون این نفری که اومدن اینجا تعدادشون بریدن اومدن تو دستگاه جدید و دارن پول میگیرن، یعنی نیومده از دستگاه من مسعود رجبی کشیدن کنار. این خبر هایی که داخل نیویورک داره به من میرسه، ببخشید داخل آلمانی داره به من میرسه. همین دوست با همین فشاری که روشه، با همین چنبره که زده، با همینی که وقتی پول میده تو رو به مزدوری میخره، با همینی که پول میده تو رو به دریوزگی میندازه، با همینی که پول میده که تو بتونی نتونی نفس بکشی، با همینی که پول بهت میده میگه خفه شو، با 500 دلار شرف تو میخره، با 500 دلار میگه ساکت باش بیشتر بهت میدن، باش بیشتر بیشتر بهت، ولی حرف نزن. با همین 10 تا 16 نفر جدیدن از آلمانی فرار کردن، 4 نفرشون رفتن کشور آلمانی، چند نفرشون هم که خسرو مردم هستن. با همین که احاطه کرد مسعود رجبی اگر یادتون باشه تو پیام آخر اومد سینه دری تهدید کرد کسایی که ببارن خائن هم، چون مسعود رجبی فهمید آلمانی اشرف نیست، فهمید هر چقدر احاطه بکنه، فهمید هر چقدر طول بده، فهمید هر چقدر حضورداری بکنه، نفراتش میزنن میرن. آقای صبحی تبریک 10 تا 16 نفر اومدن تو اروپا از آلمانی. آقای صبحی تبریک 3 تا 200 نفری که جدیدن اومدن، یه تعدادشون اومدن جدیدن دارن از کمیسیون جدیدن خود سازمان دارن پول میگیرن، همین 500 تا، ولی از دستگاه پوسیده سازمان بریدن اومدن تو دستگاه جدیدش. همین من نمیخواستم بحث آلمانی الان عنوان بکنم، ولی همین قدر شکسته این بحث پیش میبنم ایشالا در بحث در جای خودش میام بحث آلمانی قشنگتر میگم، نمیخوام پراکندگی بشه، خدای نکرده یک بحث یه بار الان بگم جای دیگه دوبار بگم که حوصله بیننده عزیز اثر بده، متوجه هستی؟ ولی به همین اکتفا میکنم. جورج عزیز کماندور فرستاد فقط برای من، برای کسی که میخواد بگم برای احاطه کردنش. شما تو دستگاه بودی، ما میفهمیم یعنی چی، ما شما رنجر اومدن اینجا یعنی چی. این احتمالا نمیدم که بخواد عملیات تروریستی انجام بده برای ساکنین شهروندهای اروپایی، ولی احتمال 100% اینو میدم که برای صرف کردن ما و منتقدینش. چرا این کار میکنم؟ شکم ندارم. من ممنونم از شما. شما یه چیزی رو تذکر دادید، گفتید اینها بریدن آمدن سازمان جدید و پول میگیرن. اگه یه مقدار خیلی خلاصه توضیح بدید ممنون میشم، این برای من سوال انگیزه. وقتی نفرات که از لیبرتی تشریف میارن اینجا، خب یه کمپی هست به عنوان کمپ قرنطینه که خب لیبر طبیعی هر کشوری هستش که وقتی یک مهاجری میپذیره یا فرد خارجی میپذیره خب باید تو کمپ خودش باشه، ولی از اونجایی که سازمان قبلش نفرات خاص خودش آورد که زیر مجموعه خب همین فرزانه میدانشاهی که همونجا با تاکید میکنم که بعد از 19 فروردین کسی که فرمان قتل و داد فرزانه میدانشاهی بود که بعدش مقلب شد به فرزانه شاشو، یعنی همین فرزانه میدانشاهی که این نفرات خودش آورد که احاطه بکنه، یعنی روی نفرات توی کمپ قرنطینه بخواد دستگاه خودش بچینه. ظرف کمتر یه هفته نفرات جدا شدن از این تنه، اومدن کجا؟ اومدن قسمت جدا شده ها، اومدن خارج از کمپ، اومدن الان دارن از سازمان پول میگیرن، یعنی همون ریل جدا شده که من اعلام جدایی میکنم، سازمان میگه هیست تو 250 تا میخوای بگیری برای من بنویسی؟ نه خود من به 200 دلار میدم خفه خون میگی بشین اینجا. من اشاره میکنم با اینجا خیلی از دوستای ما به علت اینکه خجالت شرمنده میشن که از خانواده هاشون از داخل ایران پول بگیرن تن میدن که هم مسعود رجبی صد دلار بگیرن و خیلی جدا شده ها برای من نمیستن احسان. اگر سازمانی باشه، اگر اربانی باشه، اگر کسی باشه که ما را پوشش بده، ما توف میکنیم به این پولی که میخواد ما رو بده. من مجبورم آقای صبحی ببینید شما میرید یک حقوقی میگیرید سرتون بالا، دوستای من مجبورم تعهد بدن که من به سازمان مجاهدین پول دارم، ای کاش به این باشه و بعد از تو میخواد کار دیگه این کنم، بعد از تو میخواد خفه خون باشه، بعد از تو میخواد به بالای آقای صبحی ببینه آقای صبحی چی کار میکنه، بعد از تو میخواد بره ببینه آقای صبحی برو یکی چی کار میکنه. خیلی بده، خیلی پشته، ولی متاسفانه این کار داره میکنه. ولی با همین احاطه ما تونستم تعداد بچه ها از همین دستگاه که پلیسی مسعود رجبی فرار بکنن خودشون رو برسونن به کشوری. امید دارم که مسئولش هم پس بشه و منظورم این که تعداد بایدن تو دستگاه سازمان جدید، ما منظورم این نیست،
از قرنطینه اومدن بیرون الان دارن ریل $500 رو هست سازمان مجاهدین میدن، یعنی مسئول رجبی، یعنی موضوع رفتن باز میخوام، یعنی مرد رفتن شیر همیشه بیدار اونم در تخت خواب کن همونم اون زمانی که معلوم نیست کجاست. امیدوارم که پاسخ داده باشم، اگه اجازه میدید بیشتر نه بس اصلا آلمانی من همینجا باز بکنم. بسیار ممنون. نه ما اینجا 12 تا پرسش داریم با این روش که شما صحبت میکنید. من فکر کنم باید یه بار دیگه هم از آقای راستگو و کانون آوا دعوت کنیم که شما رو داشته باشیم، یعنی بخوایم اگر... شما رو دعوت کنیم. بله ممنونم. اجازه بدید من اولین پرسش رو از شما بپرسم، چون دوستانی که میان معمولا بار اول در برنامه تلویزیون مردم میگن که چه زمانی با سازمان مجاهدین آشنا شدید و انگیزه شما چی بوده؟ اگه یه مقداری در این رابطه صحبت کنید ممنون میشم. من به خاطر اینکه خب نخوام یک سری مسائلی توی ایران برای خانوادم به وجود بیاد مجبورم برحضر کنم از یک سری دادن اطلاعات، ولی به این اتفاق میکنم که خب من زمانی که خودم رو شناختم متوجه شدم که توی خانواده هوادار هستم. بعد دو تا دایان خب شهید یا کشته این راه شدن، یکیشون که فرمانده بود، یکی از فرمانده های بالای سازمان کسی بود که با مسعود رجبی خب کور میرفت و کسی بودش که گفتش که مسعود رجبی یک روز خراب میکنه و سازمان یک روز به نام مسعود رجبی شاید ساخته بشه، بازسازی بشه و گفت اگه مسعود خراب بکنه با سازمان کار خودش رو پیش میبره. به عنوان فرمانده تیم عملیاتی خوب میگیرن، تلویزیون رو دیگه ما نشونش میده، اسمش رو میبرن، خب بعدش هم خب ادامه میکنن. خب یک از آشناهای دیگه خوب فامیل خودمون با این مسئله آشنا بود، به خاطر این خب من با ارزش‌های مسعود رجبی که بعدا فهمیدم که دروغ و به تنفر رسیدم آشنا شدم. تو من بچگی خب من زندان اوینا رقص کردم با مادرم، دستش میگرفت، یعنی دست منو میگرفت میبرد زندان اوین تو سلما. خب دایی‌هام من پشت میله‌های زندان اوین میدیدم، حالا باهاش صحبت میکنم. خب چون یه مواقعی هم که میشد که خب الان یاد خاطرت رو میگو میکنه باز که نور میگیره و زمانی میشد که خب دایی خودم رو حضوری میدیدم، من حسینیه رو دیدم، من تونل مرگ رو دیدم، من با دایی زدن آشنا بودم. من تو عالم بچگی خب با دایی خدا بیاموردم، با عمر تیم عملیاتی من با عمر بچه با عمر عادی سازی من رو بود، به خاطر شرایط خانوادم مجبور بودم چند سوال با خانوادم نباشم و بچه های دیگه باشم. تو خودم رو بیام بشناسم خب مسعودم شناختم، پس با اسم و نام مسعود من بزرگ شدم، با هوادارای بزرگ شدم که خب مسعود رو میشناختم و پس من بهتر شناختم. قراری خب دایی دوم هم دستگیر بشه خب اعدام بشه، خب من یه سری کار هواداری میکنم توسط دایی، خب بعد از اون قبض شدم مجموع کار من بعد و بعد کردن فیلم بود ماهواره، یعنی فیلم هایی که از ماهواره میگردم رفت میکردم و یه سری اعلانات بود. به این طریق خب من با سازمان، شیوه فکری سازمان، چه خواسته چه نخواسته خب حالا بچه باشی چون رنج بری دیگه دست خود نیست، ها واسه به خود بهتر میدونی، نمیتونی خود تفکر نده چون چون جریان هستش درست یا غلط تو رو میبره. ولی اینو میخوام به بینندگان عزیز بگم که من از موقعی که خودم رو شناختم با سازمان، با تفکراتش، با کسایی که بعدها شناختم بهتر شیوای فکری مسئول شناختم، پس نمیدش کردم، پس میدونستم، پس میدونستم چیه، یعنی این نبودش که از یک جای دیگه من بیام بگم آه مسئول باید بشناسم، نه، از موقعی که شیرخوریم تموم شد تا موقعی که من عادی سازی میکنم، تا اینکه فهم کردیم، تا اینکه رفتیم پشت میله‌ها، تا اینکه دیدیم قسمت رو من شناختم. آره من توی خانواده هوادار و یک سنباد میشه گفت من به دنیا اومدم، من بزرگ شدم، خب یه سری کارهای هواداری هم کردم، وست بودم. البته خب نمیتونم حالا میام من ثبت میکنم که شما شاخه شاخه سوالتون رو بکنم، چون شما سوالت شما رو من دارم. همین مسئله باعث شد که من کجا برم به اشرف که خب بعد توضیح میدم که اصلا داستانش چی بوده، که بعد متوجه شدیم که اصلا تمام داستان دروغ بود و مسعود رجبی یک هیله‌گر بزرگ، یعنی یک روبای مکار، چون از اونجایی که نمیخواست دیگران زندگی خوشی داشته باشن زندگی ما رو خراب کرد. ولی البته ما درس اسلامات ما موفتیم، ما اینجا نشستیم که با افتخار بگم که مسعود رجبی
واقعا متنفر آمده. از بچگی فکر میکردیم آدم روسی هستی، ولی خب وقتی به مرور اومدیم تو دستگاه تو، به مرور اومدیم توی اشرف، به مرور فهمیدم، به مرور وقتی درکت کردم فهمیدم ای دل واقعا چه بایی من کار هستی، چه بایی من کار هستی بکنم. همین وقتی بهار اگه این توضیح مختصر کمک میکنه، من به همین توضیح اکتفا کنم، نه بیشتر بگم، بیشتر نمیگم به خاطر اینکه خب یک سری مسائل امنیتی خب شما بهتر میدونید، چون وارد این دستگاه بشم مجبور میشه که یه سری اطلاعات بدید، خب خوب نیست. ولی به اکتفا میکنم. بینندگان عزیز، من توی خانواده هوادار بودم، دو تا دایی‌ام، یکیشون غمانده، یکیشون که بعد ایران شد. پس من سازمانا از بچگی درک کردم با اسم مسئول بزرگ شدم. ببخشید پشت میوهای جمعه دیدم، پس نمیتوشید بعد دیدم، از رنج دیدم، اگه دامانه رنج. پس من یه خانواده، توی یه خانواده هوادار بودم، بهار سیر سعودی ما به یه جایی رسید که بعدش هم دیگه عقب بیاد. بسیار ممنون. لطف کنید بگید که به چه طریقی با سازمان مجاهدین به اصطلاح در تماس قرار گرفتید و از ایران خارج شدید. خب خوب شد که شما این دو تا سوال کردید، چون بهار این موازی بود، من می‌ترسیدم بهار خودم رو وابسته به این سوالا بکنم، توی چارچوب بیام که بخش این سوالا بیفته. آقای سوالی، من بعد از اینکه خب ریل هواداری خودم رو انجام دادم، خب بر حسب گذشته خودم خب یه لذتی هم می‌بردم، نه به این صفت اینکه لذت از تنفر و دست و نه، لذت از اینکه احساس می‌کردم اینو شهامتی تو وجود خودم هست. خب میگم پخش کردن تراک یا پخش کردن خب نوارها با من، کسی که شاید مثلا یک کاری کرده باشه خب باید یک غرور خاصی انجام میده. خب با همین طریق از طریق دایم که خب قبل از اینکه اعدام بشه من آشنا شدم با این داستان، بعدش هم که با رابطه های مختلف دیگه سازمان آشنا شدم. من بعد از اینکه دایما گرفتم به مدت دو سال خورده یه قطعی داشتم، تا اینکه من خب استخدام کارخونه ای بودم، قرار بود که آقای سوربی از طرف کارخونه برای دروس عالی ربات وارد یک کشوری بشم، من برای دوره سرکارگری تون کارخونه بشم دوره میدیدم، دوره تکمیل حالا زبان یا پایاشو داشتیم میدیدیم، دوره کامپیوتر داشتیم میدیدیم که سازمان ما رو پیدا کرد که فلانی دو مرتبه بیا بسم الله رو بگو، که من گفتم که دیگه نه، دیگه وارد یک زندگی شدم، سیکلی شدم، دیگه دوست ندارم که اون روال پیش بیاد، میخوام در کنار خانوادم باشم. که تلفن‌های مکرر، خب بهار دیدارهای مکرر، تا اینکه یک ماه من قطع شدم که مستقیم دیگه از آلمان که بعد فهمیدم که از خود اشرف بود با من تماس گرفتن، گفتم فلانی دستگیر شدم، تو هم تو توری، اگر از این بیرون نزنی تو هم دستگیر میشی. خب آقای سوربی شما خودتو بذارید جای من، با چنان شرایط خانوادی چالی به دست میده. خب من کفش کلا کردم، کسایی که میشناختم و دنبالشون کردم میدم واقعا ورود خارجی ندارم. خب یه سری اطلاعات این من وای گیر آوردم، ندیده بودنشون وای ترسیدم که نکنه خب داستان پشت داستان باشه. بهار از یه طرف دوست داشتم کارم ادامه بدم، ولی از یه طرف تهدیدهای مدام سازمان که فلانی تو رو میگیرم، خب منم که شناخت نداشتم که خود سازمان تو این شیوه تاکتیک ها خب حرف اول رو میزنه، چه بسا که خب جا داره یه پرانتزی باز بکنم زمانی که خانواده اومدن توی اشرف، چه توسط حالا پای خودشون تو توسط دیگه، یعنی که مثلا توسط پای خودشون اومدم، خب من ذکر خانواده رو نمی کنم، به خدا این نفر تو اشرف دوست ندارم که اذیت بشه و فقط دیگه فشون بیاد و وارد این که موضوعاتی بشه که بخواد به دروغ چیزی بگه. سازمان یک کار کثیفی که خیلی میکرد بدون که خانواده ها بدونه یا بانک خانواده ها میدونه، سیدیک هایی رو میفرستد داخل ایران که بعد زنگ میداد به رابط هایی که آنها گرفته بشن و ریل داستان خب زندان رفتن ها بود و شکنجا بها بحرش اونجوری ببره، هم طرف این بعد باید دست دادن جون عزیزانش نارد بشه، هم اشرفی هایی که اونجا هستن یک حالت انرجار یا یک استقامتی توشون باشه، دستوری که بعدا فهمیدیم که همه اینو داستانه. چرا من آمان کردم؟ چون همچین بلایی سر خود من اومد، سازمان تماس گرفت، بهار ما با ترس و درد بین موندن و رفتن، خود رفتن انتخاب کرد.
چون میترسیدم که خدایی نکرده دامن این کار من و خانوادم بگیره. خب من دوست نداشتم اونا تومن چیزی رو بدن که من دنبالش بودم. تا اینکه با من تماس میگیرن، خب کارا ردیف میشه که من قرار شد که بزنم بیام کجا تو تبریز، تبریز یک قاچاقچی رو ببینم، اونجا قرار شد که صحبت بکنم که من بیام ترکیه. من میتونم ادامه بدم و بسود به دیگه؟ بله بله. آسر به ما کفش کلک کردیم، خب بدونی که خداحافظی بکنیم خب خیلی سخته. میگم از یه طرف خب یک پیشرفت کاری، خب من دستم به دهنم میرسید و از مالی خوب دارای ماشین تو این سن خونه داشته باشه. حالا من بحث دیگه فر این داستان رو نمی کنم. بهار میخوای بری کشور خارج، از یه طرف بحث استکاری، از یه طرف خب بهار این مدل سازمان بین موندن و تعبه هم اینه که بگیرنت و اینکه خانواده چه اتفاقی میفته. خب بهتر بود که من این وسط فنا بشم و خداویدی کردم به گذشته ای که من میتونست به جاهای بهتر برسونم. ما کفش پولیتر این طبق برنامه که برنامه چیدن وارد ما خب سوار اتوبوس شدم اومدم خب تبریز، نفر قاچاقچی رو دیدم با من صحبت کردم، اون ریل بس شدن من رو توی استانبول گفت. من خب رای زمینی چون خدمت رفته بودم، پاسپورت داشتم قانونی، وارد قسمت خروجی شدیم. خب وارد شدم و قرار شد برم استانبول، ولی آقای صبحی من کجا پیاده شدم؟ آنکارا. لودل بودم. در این طرف میگم باز یک مینیموم یک درصد احتمال اینو میدادم که چی اشتباه باشه. ای به خودم میگفتم استانبولی برگرد، شاید دل سازمانات بازی میکنه، ولی یک دل میگفت باز برو، باز یک دل میگفت برگرد. تو این تاغوتاب آقای سوربی نمیدونم لمسش میکنه یا نه، سخت بود که من تماس گرفتم. خب دیگه من اومدم استانبول، با رابط سازمان آشنا شدم. خب این طرفی خب چون میدونم خانواده منو میشناختن، اومده حال خود منو میشناختن، خب فعال بودیم. خب من رفتم توی خونه ای که مجموعه نفراتی بودن که قلب بودن که پر بودن که بپرم بیان الان. ولی اگه اجازه بدید من یک مختصر توضیح اینجا بدم که همین مختصر توضیح برمیگرده به این که دیدگاه من، شناخت من نسبت به اون چی که از اولین برخوردم با سازمان شروع شد که ذره اون ارزش ها و دیدگاه اون چیزایی که از قبل فکر میکردم درسته خورده شد. یعنی تو جایی که گام‌هایی که یواش یواش به این نقطه بالغ شد که باور کنم که مسعود رجبی جانم هست. آقا سالی من وارد خب خونه تیمی اونجا شده بودم، با هواداره اونجا خب یه سریشون رو خب میشناختم، یه سریشون رو بشناختم. خب به مسعود اونجا که خب صحبت میکردیم و با کسی که نفر رو مثلا میگرد پیدا میکردیم، من ها برخوردم طوری شد که چون من اعتماد میکردم، چون میگردم من نفر خودشون هستم بیرون میرفتم. این رو میخوام ببینن نگون عزیز عنوان بکنم. دوستان ببینید یک سری ها بچه های رو اومدن اینجا عنوان مطلب کردن، یا یک سری ها در گذشته یا در آینه رو عنوان مطلب میکنن که آقا ما تو ترکیه تو طول سازمان افتادیم به بهانه ای که آقا شما رو میبریم سوئد، به شما رو میبریم عراق با بهترین امکانات. یعنی آقا عراق میرید اونجا یه مدت میمونید، اونجا شما رو میبرید سوئد. این اتفاق توی عراق و توی ترکیه افتاد و من شاهدشم، چند نمونه را عنوان میکنم. سازمان سه تا خونه تیمی داشت. یه خونه تیمی کسایی که خب مثبت بودن، خب آماده بودن که باید تیمی رفتن. خونه دوم کسایی که از آواگیر گرفته شده بودن، روشون ماهیانه کار کرده بودن و توسط فیلم، توسط برنامه ها، سخنوری های دروغ مسعود رجبی تو خورد این روش رفته بود، تلاطم دوگانگی خودشون بودن که بیان یک سریان بر میگشتن یا یک سریان میدن. و جالب اینجا رو عنوان بکنم که کسایی که در این سه خونه تیمی بودن، یعنی در زمانی که وارد میشدن پاسپورتشون دست سازمان بود، یعنی دست مسئول کسی که تو خونه بود، یعنی نفر حق فرار نداشت، اگه میخواد فرار کنه بدون پاسپورت، یعنی تو زندان بود، یعنی توی احاطه بود. یه خونه دیگه بود نفراتی که تازه میگرفتن، یعنی میخواستم بیان روشون کار بکنن. شیوهش چی بود؟ میمادم میگفتم سوربی جان ببخشید من به خطا خودم میکنم، تو دوست داری بری اروپا؟ خب طرف هم که اومده ایران خب از هیچ خبر نداره. میگه بله. بیا ببین دو روش هستش. یه روش اینه که من تو میبرم الان یه مدت اونجا میمونی، متوجهی؟
بعد امیر یه باشاخچه سراغ دارم تو میفرستم سوئد، برو بر خود اشغال کن. یک شیوهش این بود، میری تو عراق میخوای دکتر بشی، اونجا بهترین امکاناتم، میخوای خلبان بشی بهترین امکاناتم، یا برو. خب طرف بدون اینکه شناختی داشته باشه، خب سابون که نشناخته. خیلی ها وقتی رفتن اشرف فهمیدن آه چه اشتباه کردن. تو ترکیه نفهمیدن آقای سوربیا، تو ترکیه فکر میکنن که سوار هواپیما میشن میرن تو عراق، میرن توی جایی یه قاچاقچی میاد میگه آقای سوربیا این سیفره یه پاسپورت بدم برو اروپا. ولی اومدم عراق، رفتم اروپا، ولی اروپای مخصوص شیوه یارا اون چیزی که من دیدم دارم میگم. من با این نفری که یار بگیره سازمان بود، خب میگم سازمان اشتباه کرد و من اعتماد کرد، چون به ها شاید روان اینجوری بود که خب این اعتماد دو طرفه باشه و در یک نقطه تنفر آگاهانه بشینیم در رو دروی من، من این رو مسئول اومد مثل خیلی یکی میام نشستم و پر دو ایشالان رو میشینم. آقای خوبی، یک از شیوه گرفتن نفراتی که میامدن اینجوری بود که اتوبوس که وقتی میامد تو استانبول، اینا یک تیم 5-6 نفره بودن، میامدن نفرات رو نگاه میکردن، جنوان رو نگاه میکردن، میامدن باش رابطه بیدن، طرف تازه اومدید، بله خب میبریم به چای بخوریم، بریم منطقه ایرانی ها، چطوری کجا رو کار بیدید؟ مهندس ما بیدیم کافه، دیسکا ما بلدم، اگه چیز داری من بهت ارائه میدم، من نمیخوام باز بکنم، نکنه با. به این ترتیب مخ سرنفس سوار میشد، یعنی اینجوری نفر رو میگرفتن. آقا من یک قاچاقچی هم، ولی باید بده اول خلاف آنجا میپرسم از سوئد. یکی دو نفر نبودن آقای سوربیا و یک خونه تیمی، دو خونه تیمی نبودن. من سه تا خونه شدیدم، تیم های عملیاتی و تیم های یارگیری سازمان تو ترکیه تو استانبول زیاد بودن. من وقتی پامو گذاشتم تو ترمینال، اون نفر به حسب اعتماد خودش بهم میگه فلانی 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 فلانی. من نه 20 نفر از نفراتی که برای سال ما کار میکنه توی ترمینال ولام، هر کدوم دو نفر رو مخش سوار میشه. بگو 30 نفر، این 30 نفر حساب کن در روز 15 نفر رو شکار میکردن، چون 15 نفر 7 نفر رو ماده هم میشد برای خودشون. آقا صاحب این درست، اگه بچه هایی که میامدن گفتن در مقالات مختلف، در سایت های مختلف، چه داخلی چه خارجی، بابا سازمان اینجوری یادگیری میکنه، من شاهدش بودم، آره اینجوری یادگیری کرد. و همین آقای سوربی برای من سوال شد، به طرف برگشتم گفتم که ببین ارزش سازمان فکر کنم اینجوری باشه، بحث آگاهی بود، این شیوه درست نیست، خودت میدونی، من میدونم اونها سوئدی نیست، من میدونم، من دیدم و فیلم ها رو دیدم، من لمس کردم، من میدونم عراق جای مبارزه است. خب زیاد ندون، من بحث کردم با نفر ترکیه، چی باید اشتباه هست، زنگ دادم به خواهر این مسئول تو آلمان، بعد من فهمیدم عراقه، با من صحبت کردم، گفتم احسان تو به این چیزه خواهی نداشته، تو از منی برگت بیمی برد و کار تو زود ردیف میکنیم بیا. رفتم تو عراق، بازم بحثم شد. حالا اگه اجازه بدید من دیگه همین سوال بعدیتون، اگه مثلا نمیدونم تا چه زمانی که من از ترکیه رفتم به عراق، میتونم الان اونم بکنم چند زمانی تناقضات اونم بکنم، یا شما سوالی رو من اصلا کنم جواب بدید شماست، یا میخوان به ترتیبی که سوالا رو نوشتم و براتون فرستادم، چون الان اینجا سوال سوم این هست که از چه زمانی با سازمان دوچار مشکل که اونها به اصطلاح میگن تناقض شدید، علت اون چی بود، بعدم تهدیدی شدید یا نه؟ آقای سوربیا پس اگه اجازه بدید من بخشی از تناقضات ما که دوچار تناقض شدن از راه ترکیه شروع شد. پس اجازه بدید، پس من میام تو عراق، تو عراق و تو قبل از 19 فروردین رو من برای شما دیگه توضیح میدم که دیگه داستان چی، مجموع شناختا و تناقضاتی که من داشتم مثلا. خب خیلی سخت بود آقای سوربیا، نفراتی رو میدیدی که با چه آمال آروزی، چه تو ترکیه، چه تو ورودی سازمان، طرف تومه دسیسه های خبیثانه مسجد رجبی شد. خب ما از ترکیه طبق روال با تمام سوالاتی که میگم از همون لحظه، از همون اوایل ورود شناختم به سازمان دوچار تناقض شدم و دوچار لرزش ذهنی شدم. این لرزش ادامه پیدا کرد با کنجکاوی هایی که دیگه داشتم.
خود نفری که داشتیم میرفتیم سوال کردم فلان تو چی داری اومدی سازمان؟ گفتم به من که خب سازمان ما رو میفرستی سوئد. فلان تو چی تو ما رو میفرستی سوئد؟ ما این سوالات تناقضات و تهدید و موارد علاق شدیم و توی آپارتمان بودیم توی بغداد و خب منو کشیدن کنار گفتن که ضابطه اینجا اینجایی چون تو نفر سازمان اصیل ما نمیشناسی با نفرات عادی اینجا دیگه صحبت نکن چون اینجا خیلی سوالات هست احتمال یه سی نفرات برگردن فلان کنن. خب چون ما دستگاه چارچوب رو میدونستیم چون یه سی من فرد تشکیلاتی قبلش نبودم ولی درک میکردم مسئله رو خب گفتم که پاشه اگه روند ارتش اینه ضابط ارتش اینه خب ما سربازی رفتیم چارچوب رو میشناسیم میدونیم یعنی چی. ولی باز برام سوال توی سالن غذاخوری نفرات وقتی میدیدم کنشقاب میشدم تو از کجا اومدی؟ من از دبی آوردن. گفتم بیا عراق. از عراق میفرستیم سوئد. ای دلم دبی تو بیدونگه اما بفرستن سوئد فلان تو چطور اومدی؟ هیچی منو با زن و بچه هم پونزه دیدم به من گفتم زنه تا باید برگردی می اینجا کار رو درست میکنم زنه تا میاد اینشالله اینجا اگه میفرستیم سوئد. ای دلم ما وارد ورودی شدیم یه چیزی هلوش در حدود 7-8 نفر یادم میاد ما تو ورودی بودیم. خب زور شوق این که آخر ما به شب رسیدیم ما به هر یک سری آمالا خاطرات آرزوهایی مثلا حالا داری نرسید ما رسیدیم اون زور شوق و این تناقضات و این تنفرات تو ما به هر بلبل میکرد نمیتونستیم به یک دستگاه مستقیم تو خودمون بدیم به همه تناقضاتی که ما متوجه شد توی ورودی در ثانیه اول در شب اول دعوا شد و مثل انسان نفرات تازه جدید بود وارد شدیم چی شده؟ به ما دروغ گفتن آقا ما را آوردن اینجا که ما را بانستیه تو را به چه برمانه آوردن؟ به من گفتن که ما میریم اینجا آموزش هلیکوپتری ببینیم. اون یکی به من گفت میریم اینجا دکتر بشید. اون یکی به من گفتش که اینجا هتل اصلا کار نیست. کسی به ما نگفت اشرف میاد. آقای صاحبی ما وقتی از بغداد اومدیم اشرف در یک اتوبوسی بودیم که در نرسیده به 10 کیلومتر 15 کیلومتر فکر کنم اشرف بودن چیزی بوده پرده‌هاشو کشیدن اومدم تو ماشین. خب من میدونستم دارم میام اشرف اومدم تو ماشین گفتن که به خاطر اینه که ببین هنوز داستان چی بود داستان این بود که آقا ما قاچاقچی اومدن گفتن که آقا شما رو میبریم یه جای دیگه بعد از اونجا تعیین تکلیف میکنم بدون پا طرف اومد تو تو اشرف حساب اومده عراق پاسپورتش دست سازمانه راه برگشته دیگه نداره دیگه موند حالا حساب کن که چیزی میتونه این دستگاه بکشی بیرون همان دستگاه نظام قدیمی که اگه طرف میخواد بکشی بیرون 5-7-15 سال بایستی میرفت زندان قبلش 2 سال بایست میرفت زندان سازمان بعد زندان عراق با این تناقضات مبارزه شدیم و خب به مسئولین خب دستگاه تناقضات بود ما هرچب می نوشتیم که آقا این ارزش سازمانی که میگید که آقا هر فرد آزاده که خودش انتخاب کنه چرا سازمان داره با دروغ وارد این بازی میشه؟ چرا سازمان داره میدونه که آقا نفر که بیاد اینجا باید خونش رو بده جونش رو بده دشمنش کسی که تاراخ باش نداره چرا میایید به این بخونه؟ آقای صوربی شما در ورودی سازمان مجاهدین نبودید که تازه اومدی با ارزش آزاد و ارزش های انسانی که خودت دوست داشتی نشست بذارم برات مسئولین رو بالای سازمان بیان نفرت قدیمی بیان نفری که اعلام بریدگی کرد داد بزن آقا من نمیخوام بریدن سرش کتکش بزنن بگم باید بمونی نفر بگه آقا برای چی من باید بمونم من میخواستم برم ترکیه من آورد اینجا برای چی گفتم تو درد مبارزه نداری آقا میگفت من مبارزه نیومدم بکنم آقای خانم تو همون گروهی ارتش بودیم نفرات بالای سازمان پایین سازمان آوردن تو نشست ما را بردن اصلا زد کردیم ریختن سرش نفر میگم آقا من نمیخوام بمونم تو مبارزه زدنش گفتن تو درد مبارزه به خمینی نداره طرف و بابا من اومدم ترکیه با زن و بچه‌ام من الان 3 سال آورده اینجا من کجا میتونم بدم من نمیخوام ما برای مبارزه ساخته من شدم آقای صوربی کسایی که دیگه تو ورودی موندن من کمتر کسی دیدم برگردم 3-4 نفر بود سازمان با قاچاقچی خودشون برگردوندن الباقی وارد دستگاه چی شدین؟ ارتش شدین
یعنی هم دفعه ورودی بعد از این پذیرش هر روز دعوا، اون یکی میزن، اون یکی خودزنی میکرد، اون یکی داد میزد، اون یکی کابوس میده، شما اینا رو ندید آخه سرادی، اون یکی زجه میزد، اون یکی ما دست از حیات زجه میزد، ای خدا من چرا اینجا مسئولی میریخت، یا خودش یا میبردنش یا بنگالش میکرد یا میابردنش. طرف دیگه توی نقطه دیگه مجبور شد بکشه بیر بالا با امید راحلی که خیلی شما من تو دوره حمله عراقی ها به هر حال تصفیه یعنی فرار کردن تونستن خوشبختانه فرار کنن و یک سری هم که خب بس داستان چیز بود تونستن برن و یک سری هم شما خب کشته شد متوجه در دیده من با سازمان سوالات من با سازمان و اما آقا سازمان خدا جواب من یک ماه توی ورودی بودم خب ایه طرف یک فرصت شد که من بیشتر این حالا ز دردش های مسعود رجبی بشناسم خب کتاباش خوندم تا اینکه دفاعی مسعود رجبی رو من خوندم بینندگان عزیز و اینا دوستانم خوب گوش بکنید و درک بکنید دوست دارم من وقتی که دفاعیات مسعود رجبی خوندم در شب که تناقضات بود نوشتم برای مسئولین بالا چرا مسعود رجبی زنده است طبق اون شیوه حساب ما پیش میرفت و مسعود پیش میرفت مسعود بایستی کشته میشه چرا زنده است کی میتونه من این جواب رو بده که مسعود چطور شد زنده میشه البته صاحب مدعی بودش که خب برادر آهان موبلکشون که حالا کشته شدن یا برای تو دستگاه خودشون هر اسمی کنم بهشون عنوان میکنم خدا به قضاوت ایشون برسه که خب از ما بدونه که ایشون تلاش کردن بعدا که خب تاریخ اثبات کرد که اصلا داستان از بالا میخورد و پشتش هم که خب چه دولت هایی بودن ها خب از کجا خورد که افا آقا آقا با خوش رخصی و با دفعت خودش وقتی محمد احمد نجد فرو خب از این زندگی خلافت خالای رو خودش ادامه بسید و اما آقای سوری من چه میکنم کنم ببینید سازمان میاد دنبال من به من میگه که احسان بیدی دنبالتن تو تشریف بیاد عراق چشم ما اومدی ما توی سازمان مثل دستگاه کاری شما فکر کنم توی سیستم کاری شما شما حق دارید از مدیرتون یک سوال یک بازخواستی بکنید و فکر نکنم مدیرتون هم این اجازه رو به شما بده بگید که آقا شما مدیر خود رو باید پرت کنید پایین این 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 کارو میکنه الان با شما آقای سوربی حالا من اینا مدیرم خودم هستم روزانه هزار تا سوال از خودم انجام میدم نه منظورم الان تو دستگاه الان جایی هستش که یکی بره یکی سوال بکنه یا یک نفر سوال کنه که آقا تو چرا زمین تلف رو بندازم پایین فکر نکنم یا به این آقا تو غلط کردی مزدوری اما دوستان ما نوشتیم که چرا مسعود رجبی زنده است یک سوال حقیه بهار یک بحثیه خب هر چی فکر میکردم یک جای این داستان میلنگید چه بسا که در نشسته عمومی رضای مرادی و سیاوش خیلی میامدن میگفتن که بعد از سرنگونه و بعد از سرنگونه شما دنبال سری مدارکی بودیم که پاکسازی بکنیم و متاسفانه مدارک دست اطلاعات خود شاه و رژیم ایران افتاد نگو که انکاری همین آقا بود یعنی بود از خط خودش که گلاوی داده بود اما سه روز بعد من صدا کردم سوار جیب کردم درا بسته بچه ها میدونن جیپایی بود که در داشت درای آهنی بود مخصوص جیپایی که مثلا هم به گوشت ای خدا من کجا دارم میرم داستان چیه ما رو بردن چرخون خب من اشرف ها نهیده بودم میشه پیاده شدم ما کسی که به من بود متخبیه گفت برو اون تو ما چه جنایتی کردیم قافل از هر چیزی رفتون توی اتاقای دولی دولی رو این همینه که دارم میگم خدا گواهه دارم میگم یعنی بین من و شما اون چیزی که من بهش میگم خدا اون گواهه آقا سایبی یک میگی بود این همه فیلم هایی که ساواد مابود میشون میده تاریک و ماریک و بهار چراغ اینجوری میچرخه این هم این هم دو نفر اونجا نشسته بودن و یه دفعه در اقتصاد اینجا بود و بشین بشین هم خب نشستیم صدا رو ضبط کردم و اعتراف کن چی؟ اعتراف به چی بکنم؟ تو مزدوری؟ آقای سوال به من میگفتن که فلانی تو مثلا جنایت کردی به من میگفتن فلانی تو خطای جنسی کردی زدی یا یه کار دیگه کردی به
من میگفتن آقای سوربی تو وحشتناک‌ترین کارا کردی، خودتو بذار جای من با این خشونت، با این عشق و با این کار. بینیده یعنی خودتون رو بذارید جای ماها، برید بشینید به خود یک ساعت بیان بهت بگم تو مزدوری، بهت فش بدن، بهت بیهتنان کنن، به دعاییات فش بدن. این چه سالی بود آقای بینی؟ از سال 80 و اواخر 80 وارد ارتش شد. یعنی دوستان من زمانی وارد ارتش شدم که یکی از دوستای ما چند وقت پیش اومده بود صحبت کرد، گفتش که من تو زندان ها بودم، بعد من رو فرستادن از راه آبی بخوام برم که تیر زنم زندان ها بودم، اسمشو یادم نه، آقای عسکری فکر کنم چی دیگه. من زمانی اونجا بودم که بچه ها اینا صحبت کردن. ببخشید آقای بیدی، شما چون قبلا گفتید توی ارتش خدمت کردید، منظورتون این یکی ارتش آزادی بخش مجاهدین هست؟ بله، من الان تو دستگاه ارتش آزادی بخشم. بله، من الان اینو تو ببین، من بازجویی تو دستگاه ارتش آزادی بخش مسعود رجوی، مرد اول شیر همیشه بیده رو تخت تمام زمان زبان دوزاری قاتل بارم باش توی ورودی ارتش 10 روز یا 15 روز اوائل بود. فقط گفتم چرا مسعود رجوی زنده است و اینو حتی خودم نمی‌دونستم و الان هم میگم و الان هم به خودش چش در چش میگم مسعود رجوی چرا زنده است. یادمت رفتم تا موندی شنبه تو، البته خب باید میموندی به تاریخ ثابت میکرده چی هستی، شنبه تو و تو محبت کردی به همه ما نشون دادی چی هستی، ما تشکر میکنم از تو، ولی شنبه تو مسعود رجوی هیچی نیستی. تنها کاری که تونستی خوب انجام بدی که بعد اونم گند زدی تصاحب کردن زنا بود و کمر زدن تا 3 روز صبح دور شد که اونم خراب شد. به جد هیچی نیستی، حتی من تو در 10 سال ثابت کردی. یعنی پسر بچه 5 ساله که هر حرفش برای 5 دقیقه دیگه حرفش منطقش درسته اون کارش انجام میده، اونم نبودی. بچه کردی خراب کردی. نمانه آقا سوربی پسر کنچه حالی به من دست میده، به تو بگم مزدور، بهت بگم اعتراض کن، بگم چرا میگی مسعود رجوی زنده است، این سوالات چی تو داری میکنی، از اولی که اومدی تو ارتش تو داری مختل میکنی، تو ترکیه سوال کردی که چرا اینجوری یارگیری میکنی، چرا این کار رو میکنی، تو از من دختری فلانی، تو داری فلانی، این حرف اطلاعات الا بلا بالا بر تو چی هستی. 4 ساعت گریه کن، گوش داد و گریه کن. بهش بگم آخه بگه من اومدم تو اونجا، تو منو فرستادی، اگه من مزدورم پس چرا گذشته من اینه اثبات بکن. نه مزدوری، بزنم اون میک با اون صدای ناهنجار تحقیقت بکنم تو اینکه دیگه صبرم واقعا سر اومد و دیگه زدم بیره دستگاهشون، گفتم میتونم کنی بردارید یکم بزرگتر از خودتون رو بیاری. اگه من مزدورم اثبات بکنید مزدورم. من فقط گفتم چرا مسئول رجوی که فهم اروانی اومد و ببخشید احسان بیدی سو استفهام شد و این برنامه نه تونجوری نیست دستگاه اشتباس و یه دوتا تشکر با اونا دارد. خب من میدونستم فهمیدم دیگه همش بازیه. آقا ما رفت بود دستگاه با ورودی خود و احساب خوب و چه اتفاقی افتاد، حالا چک میخوام بکنم اصلا داستان چی. من گفتم فقط چرا زنده است، همینو گفتم. بعد از 3 روز بعد مسعود رجوی خب یک هدیه آورد که اون هدیه شما همینجا بهش میگم تصویر جنازه‌اش رو انداختم توی توالت، مهرش هم انداختم شوت کردیم که سوء تفاهم شد. آقا ببخشید، گفتیم باش ما میبخشیم ولی استقامت میکنم بایستی بفهمم. اونجا شد که فهمیدم که واقعا تو جای خطرناک و اشتباهی اومدم و فهمیدم که چقدر تنها و فهمیدم که چقدر آقای سوربی خیلی سخته وقتی بفهمید تمام ارزش ها، تمام اون نگاه ها، تمام اون عشق های پدر و مادر ها ببینی که برای هیچه و مسئول چه خبیثانه داره با این باچی رو بازی میکنه. آقای سوربی برها ما با همین دستگاه تناقضات دفتی مورد دیره فشار بردن که آقا تو باید 2 روز در هفته تا
تناقضات تو بنویسی. باش آقا من می‌نویسم، ولی فهمیدم دیگه چیکار باید بکنم. اون چیزی که هست رو نباید بگم و یه سری چیزایی که نیست رو باید به خودشون بدم، که حتی خودشون برگشتن گفتن که تو آقا داستان به من هیچی نمی‌نویسی. گفتم من همین رو دارم، دوست دارید به کله من رو در بیاره، شما اون چیزی دوست دارید رو بنویسید. چون بعدا میگفتم به این ورق شما بنویس، من هم جواب میدم. خب زمانی من رو وارد ارتش شدم که بحث چی بود؟ بحث آماده سازی ها بود و بحث یک سری منابع ارتش بود و ذهن ما طول کشید منتفی شد، ما وارد پذیرش شدیم. تو این دوران پذیرش خب آی سازی با همچین تناقضاتی که من میرفتم بگذارم که آقا شورای رهبری چرا اصلا باید دست شورای رهبری باشه؟ آقا چرا من باید مرده مثلا فلان پایه ای داشته باشم؟ تا اینکه یکی از دوستان رفتیم صبح بود، من اینو بذارم عنوان بکنم، میگم مجموع خاطرات خیلی زیاده، من هنوز وارد ارتش نشدم که دیگه تناقضاتو ببینیم. بالای کوت بالای یکی از این خونه سازمانی بودیم که داشتیم نظافت میکردیم و بهار آب بندی میکردیم برای زمستون. تو سه تا خونه سازمانی اونورتر دیدیم یکی مسئول سازمان با آستین حلقه ما توی اونو پشپر نشن بگذنه رو بلند. من دارم درست میبینم، زدم به شونه فلانی دارم درست میبینم. این یعنی چی؟ اینا دارم میبینم ازدواج نه، چه خبره اینجا؟ شکبت وارد میشه. میدونی آقای صاحبی شکر یعنی یکی از کسی که دوست داره ساختارت بهت بگه فلان این کار زشته اخه فلانه، تو بگی باشه فلانه، باید برگردی ببینی خودش مثلا داره دلوپی میخوره یا مثلا یک کاری میکنه، اصلا تو مخیله من نمیگونجی. من اصلا ضعف کردم پاهم سوز شد نشستم گفتم اینو نمیتونم به چی بگی. این دوست من رفت حماقت کرد گفت و خب اونم بردن تو نشست و بعد من رو دیدن و صدا کردن و شما چی دیدن؟ گفتم هیچ، من چی چیزی دیدی؟ داستان چیه؟ گفتم داستان یه چی نیست، سو تقام دست انقلاب و مشکلات دارن و شما نباید فضیلو بکنید و اینا زن و شوهرهای هستن یه سری مشکلات تو ارتش دارن و برنامه آوردن خونهاشون حل و فصل بکن و احسان تو که بهتر میدونه این داستان منتفی شد. خب مسئول چرا زنده است؟ اه چرا نفراتو اینجوری داریم اعراب؟ اه زن و زندگی نیست؟ این آقا چرا پا اون پریده؟ یکی از دوستا موقعی که ورزش داشت میکرد فلانی چه دوستان بود؟ هیچ میدونی تو خونه هایی که اونجا هستن صدای ناله میاد؟ نه داستان چیه؟ من این هم ندیدم ولی شنیدم، نقل قول میکنم چون سه روز بعدش اونجا تخلیه کردم. نفرات میرن تق 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 میزنن شما کی هستی؟ بعد از ارتباطات ما آره ما جدا شده سازمان هستیم اینجا این شما کی هستی؟ ما از ترکیه اومدیم به سن ما فرنجا اومدیم جناب ورودی ارتباطات برقرار بکنه سازمان میدم سریع اونا رو منتقل میکنه ما رو وارد ارتش میکنه. البته ناگفته نمونه، من به همین راحتی وارد ارتش نشدم آقای فوربی، خیلی سخته اول لذت بشم بهت بگم مزدور. من اینو بارها شنیدم که ایده من گفتم مزدور و من به اون زیبودی خودم افتخار میکنم. من هم میگم مخصو چرا زنده است برنانم برای آقای ملت هرچی باشه همین وارد دستگاه ارتش شدیم. خب سلاح بود و آموزش آنچنانی هم ما ندیدیم تا اینکه بحث حمله ها شد و ما رفتم تو زمین. همچنان تناقضات من بود تو این داستان، باش زن ها صحبت میکردم میگفتم خب چرا آخر من باید قبول بکنم تو با اون فرمانده چه ترمانه ای داری؟ یا مثلا من میدیدم که فلان فرمانده با فلان زن مثلا میرفت فلان جا میامدن شنگول میرفتن منگول میامدن. این تو دستگاه خودم بود یا دستگاه تبعیضی. چرا من باید یکیو که پایین تر از منه علاقه سنی و پس پایین تر از منه علاقه دکسم شعور من باید خودم بالا سر خودم بذارم؟ یا اصلا اینا رو بذار کنار آقای سوربی. یک از سوالی که سوال رو نتونه جواب من رو بده، آقا چرا تو که مدعی دموکراتیک هستی که تو ارتش منم اونو میزنی که برای زنایی که بی حجاب میبایستی خون بدی، چرا زنای خودت با حجاب چرا یه طور موشون دیده نمیشه؟ تو که منم دموکراتیک میزنی. مجموع سوالات من آقای سوربی هی زیادتر میشه، هی شک میکنم به مسئول، هی شک میکنم به خودم، هی به خودم نهید میدازم میگوستم یه جایی این کار اشتباه احسان یا من دارم اشتباه میکنم یا مسئول رجب اشتباه. آن سوری میرسه به نقطه ای که خب به حال
زمین ما رو داشت که خوشبختانه نتونست ما رو داشت. اینجا بود که حمله نیروی عراقی کردن آموزش سلاح آنچنانی ندیدیم، ما رو فرستادن تو این نقطه که با ما درگیری بشید، من رو فرستادن جلوتر از اونجا که فلانی برو تو خط و رأس، بچه‌ای که من آموزش نظامی یا تسکن نظامی می‌بینن که توی رأس توی اتفاق هیچ کس نمیره سنگر بکنه، مخصوصا جایی که تیر تیرسی باشه، یعنی تیر تیر کشی باشه، فلانی برو با کارسنگر باید اونجا سنگر بکنه تو حالا ما باید خورده دارم شلیک بکنم. خب ما رفتیم زنده در اومدیم، داریم قدم میزنیم میبینیم نفر پشت ما مسلحه به زامنه، که خود داستان چیه؟ قانون ارتش اینه که به زامن نباشه، به همه فرمانده جلودار گفته از زامن در نیاری، چرا پشت سر من از زامن در آورده؟ یه جا دیگه درگیری میشه، یکی دیگه تیر میخوره میگم فلانی برو بکشش بیا، خود چرا من؟ یه جا دیگه مینهایی میگن که نولت آمریکا ریخته بود اونجا، یک چیزایی بود که منفجر میشه، بدون آموزش بدن ما رو فرستادن تو منطقه که کشته بشی بفهم من کجاست. آقای سوربی کشته بشی بفهم من داستان چی، ما رو بردن. یعنی براش فرقی نمی کنم، ماها تو دستگاه مسئول رجعبی موی دماغ بودیم، یعنی وقتی که هر زبان که روش پیدا میکردیم براش میشدیم یک قول. خب چند نفر بچه ما کشته شدن تو دستگاه دیگه، یعنی تو جای دیگه، تو ارتش های دیگه، زیر درگیری زیر آتش، بدون که به اینا آگاهی پیدا کنن برنشون به عنوان پاکسازه اینا دست دادن و کشته شدن، ولی ما کشته نشد. خب بحث پرچم سفید بود، تناقض ما شروع شد. ایدلاغا پرچم سفید بگه تو دیگه دیگه گفتیم ما باید بریم ایران، الان چرا داری پرچم سفید موقعیت؟ نه هرچی مسئول میگه باشه. بس خلصلا شد، ما حالا یک سال خوبی باید ازشم. چرا خلصلا؟ اگه شما نمیگید که ارتش یک ارتشی از سلاح خودش که خود تو ناموس خودش داره نبایدی که بگذار بکنه، نه مسئول هرچی داری میگه باش. بس هم اونقدر رفتم با آمریکا بود، تناقضی که واقعا آقای سارو بگرین مسعود رجوی، سالمان مدیرعامل خلق ایران یا محمد امیر نجات این پرچمداری بود. خب حالا بیام از محمد آقا را میگم مسعود رجوی بینم نازید بهتر میدونم، این مشت سوار اومد تمام اندیشه سازمان رو به نفع خودش کرد تو جیب خودش که بخواد یکی تازه بکنه، ولی خب خوشبختانه همیشه وقتی حرف محمد آقا میاد تمیز داده میشه بین دستگاه فکری محمد آقا و دستگاه کسیف مسعود رجوی. اما مسئله رجوی از دستگاه فکر ایدئولوژیک بار سازمان کوتاه اومد، یعنی جنگ با امپریالیست، یعنی اون نقطه مقابل ایدئولوژیک بار دستگاه انقلابی. خب این یک ایدئولوژیک یک سرفاز سرچاخه دستگاهشه که پشتبند شاخه‌های خودش حالا ایدئولوژی نهاد سیاسی دستگاه دیگه چیده میشه. ایدل بافر الان آمریکا اینجا اومده، حالا نمیقدر الان کنیم تو شکمش شما چه رو از حرف اول و آخر سازمان داری کوتاه میگم، کم بخشی نیست دا. باشه گفتی زنا بدیم نوکرت هم زنا دادیم، آقا ما رو بردی تو دستگاه ست اطلاعات چک و لگت همون زدی خواستی اون چیز نرسیدی، آقا گفتی لباس سفید پرچم سفید چشم، آقا طرف فمینه با فمینه رفت رابطه جنسی داشت، آقا تو گفتی که اونا مشکل داشتن، باش اینا کتا آمدیم. آقای سوربی دیگه من چرا بایستی از اون آرمان فکر خطوط اون چیزی که بنا شده باید کتا بیام چیزی تو کتم بره، نمیخوام بگم تو سینه آمریکایی برو، نه این حرف خیلی سنگین بود برای کسی که فکر میکرد داره روش انقلابی میده، یعنی یک توهین بزرگ به محمد آقا و این توهین کرد مسئول رجوی، قصدش در نکنه در شناخت بعدش کمک ما کرد. این تناقضه حساب کنیم تو ذهن خود، آقا سلاح رو دادی حالا چرا؟ باشه حالا که آمریکا رو اومدی تو بمباری کردی، چرا بچه های میلیشیاها همون بچه های میلیشیاهایی که وقتی ازشون سوال میکردی محمد فلانی فلانی چند سالته؟ میگفت فلان سالم، میگفتم اه تو هم سن سال گوهر آواز بودی که کشته شد، سرشون رو میداختم پایین، چرا اون دختر پسرها میرفتم خوشرخصی میکردن ریمل میزنن یه رفت رو باز بکنن برای فرمانده های بالای آمریکا، آیا این خط خط موازیه؟ آیا این همون خط موازیه که مریم رجوی بیار اولش هند جیگخور اشرف کتی که از اوورسوروا
دستور میده که فلان تو امشب برو با محسوس رجبی لاغ به تلفون، الان پا رو پای امریکایی بندازه و یه طرفش پا رو پای انگلیسی بندازه، آیا این خط سازمانه؟ باشه من برحضر میکنم از اونجایی که سر از بدن جدا بشه، همونطوری که محسوس رجبی بایستی میمون با همراز مانش تو تهران، فلنگو بسته رفت فرانسه، مریم رجبی هم جای جاش فلنگو بسته رفت فرانسه، زن شوهر اگه دیدگاه اگه چیز برخورد دارم فرار کردن. وقتی سوال کردیم که چرا بایستی بره و فرار کرد، گفتن هیس مزدور. آقای سوالی چرا بایستی سازمان کوتاه بیاد؟ این شد تناقض بدن. چرا ما بایستی بدیم خوششخصی بکنیم برای آمریکا یا بهترین غذا رو بذاریم جلوش؟ هیس حتی سازمان ما آمدم رویا نوشتم بنابی. آقای سوالی چرا میباید شورای رهبری چنبره بزنه در تمامی عرصه های پایه هایی و تکمیل سازمان و بچه های میلیشیا رو تو اون بگنجونه؟ وقتی سوال میکردیم، وقتی ازشون میگفتیم چرا فلانی داره گزارش میکنه میگه هیچ کار سیاسی با بیرون میکنی، نشد بگن کار سیاسی با داخل میکنی. چرا پسر فلانی این کار رو میکنه اگه بهش نرسیم این خراب میشه؟ چرا پسر فلانی تو فلان دستگاه؟ آقا بگه ما کم داشتیم نفر انگلیسی بدونه که بیاد اینجا. هیچ سازمان تقیید نداره، صلاح میدونه. تو داری هیچ کار میکنی؟ جاها مقا میخواد اخ کن توف کن. یعنی چی؟ یعنی من این چیزی که دارم میبینم فلانی فلانی چند داره داری تو بالاترین سوتو و ما بریم علف هر بکنیم طرف بچه میشه دهی بره بهترین چیز رو بخوره، طرف بچه ملیشو حساب بانکی من ببین من این چیزو در میگذارم چون برای مهم نیست، ولی اون چیزی که دیدم رو دارم بهت میگم. آقای سوری حساب بانکی من 10 باشه حساب بانکی تو 300. چرا؟ چون مادرش فلانیه. چرا؟ باباش فلانیه. چرا؟ چون مادر پدرش فلانیه. ما میگیم تبعیض نیست. بعد اینا ببین همین مینیمم ها. چرا فلانی بهترین کتو؟ چرا فلانی ماشین داره؟ چرا فلانی ساعتش دوتاست؟ هیف تبعیز تبعیز کو؟ یک توماری می آمد بالای 150 تا از درش های سازمان صداقت کشک دونی توش نید کشک، تبعیز توش نید کشک، همش که هست و جالبه به تو تحفیل می کنه و تو بیایی بگی که این نیست و خودت دروغ بگی نه من یکی نیست و خیلی هم. آقای سوروی چرا میبایستی یک سری از فرمانده ها در بالاترین بهتر امکانات تو داشته باشن و تو نباید داشته باشن؟ چرا میبایستی بچه های و خیلی کسی از این دنیا های سازمان هر وقت مشکل میشد میگفتن احسان تو بچه مایی کمک میکنن این بس خارج بشه، ولی هر وقت که من حرف میزدم میگفتن کیست تو مزدور؟ یک بار برگشتم بهش میگفتم منو تعیین تکلیف کنیم یا مزدورم یا بچه سازمانم، چطور وقتی این بحثی میشه من باید بیام پشتتون کمکتون کنم؟ من جای جاش که وقتی یه حرفی میخوام بزنم خسته خود میگیرم. بعد میمدن میگفتن که تو داری خونخواهی داییتو میگیری. خیلی بده آقای سوربی این حرف. من برگشتم گفتم من دارم خونخواهی داییمو میکنم که پسر فلانی اینجاست، دختر فلانی اینجاست، دختر ایلی فلانی اونجاست، از این دور بیمه فلانی اونجاست، پسر محمد محمد پسر خود مسعود که توف کرد تو نشسته مسعود که سمبول شد بعد ما خیلی ها تشکیلش کردیم که وقتی فهمید که چه تناقضاتی داریم بوسید گذاشت کنار گذاشت کردیه تو صدا سیما جونه مسعود باستا مسعود خواست خرابش کنه، یک بار تلاش کرد خرابش کنه، خانم وطب سلطانی فکر کنم توی یه نقطه اومد عنوان کرد یا یکی خانوبای دیگه، ولی من ما شد سمبول. البته خب من خبر از فرارش رو داشتم، خب یکی بچه هم رسید آلمان، ما میدونستیم محمد چه میخواد فرار کنه و متاسفانه لو رفته گرفتنش. خب بعدش هم براش اتفاقات و نوامد افتاد، یه مدت تو اصفهان نبود و یه مدت دیگه هم چی شد دیگه با بادیگارد و نفرات مختلف گشت. خب من حق تماس با دوستان نداشتم، من حق تماس با دوستا آشنا فکر فامی کسایی که داشتم و نداشتم، هر روز باید من جواب میدنم با کوچکترین ارتباط هم باید میامدم تو مخرا مینوشتم و ساعت رو میدفتم تو نشست آن محفل با درخت صحبت میکردم باید جواب میدادم، با سنگ صحبت میکردم باید جواب میدادم. رابطه من شد رابطه نامنگاری. خب
نامنگاری میگه این هم فیلم هایی که میزنن توی سنگ بویه که به همین داده همین نامنگاری میکردم هم دوستای دیگه هم با خبر میشدم. تناقضات پشت تناقضات ما سلسله که وقت شاخه ها و ریشه ها بنیانتون میزنه که برمیگردی به خودت میگه آی احسان بیدی حیف چه اشتباهی کردی بگرد دنبال راه متاسفانه در نشست های قرار می گرفتی که دوستات بعد اومدی پشت قضیت می دادی و این انزجار عذابت می داد. آقای صاحب تصور نکن در یک لایه مثلا در یک سطحی 300 نفر 200 نفر بیان به یک نفر حمله کنن و پشت قضیت بدن انسانیت شخصیت انسان خوب می کنن. و مسعود رجبی همین دیگه اشرف بیاد بگه که آقا شما می دید تو خود به خودتون فوش می دید دیگران به شما فوش می دن. رهایی مریمی به دست میاری های موردشون رهایی مریمی به دست میاری آقای صاحبی بزن من پاش بدن پاشا رو بزن چک و لگت بزنه که من میخوام رهایی مریمی به دست میارم یه لخ کنم خودم بزنم زیر دست تو میخوام نباش. ببین نه یک بار و نه دو بار در ماه سه بار در این عمر جا وقتی صد متری نشست میرفتیم همه نفرات متشنج میشدن. خیلی سخته آقای دیدی اگر اجازه بدید من از شما خواهش کنم پاسخ ها رو یه مقدار کوتاه‌تر چون هنوز 9 تا پرسش باقی مونده و من میدونم اگه این پرسش ها رو نپرسم بعدن دوستان از ما گله میکنن که چرا اینها رو نپرسید. اگر لطف کنید در مورد ببخشید من خط بکنم به این دوستان. بله بله بفرمایید. که تناقضات ما به کجا انجام میده؟ قبل 6 هفته مورد و بعد 6 هفته مورد و بعد از 12 فروردین که گفتم یکم بالاترین سطوح شعره رهبری من رو قسم دیگه بدم او رو دیگه اتمام بر من حجت شد که مسعود رجبی یه قاتل. یعنی اگر هرچی شک داشت این نقطه رو میخوام اضافه بکنم در یک دقیقه من رو خلاصه میکنم. مادرم احمد اشراف من رو دید او احسان ببین سازمان مجاهدین خلق ایران توسط مسعود رجبی اطلاعی داد که احسان بیدی مادرش اومد مادرش احسان بیدی خاص که اشرف بمیره. یعنی احسان بیدی بریده بود ولی من از آن به مسعود رجبی میگم اون جلاکی که بین من و مادرم مادرم گفت احسان خودت انتخاب کن. گفتم مامان میخوام بشم خاره تو گلوی مسعود رجبی استقامت میکنم من باید بفهمم این دیوه چون یه چیزایی شنیدم. گفتم مامان میری به دیگرانم میگی مسعود یک حیولاست تو الان کمک کردی دیگه کن. بعدش پیام اومد توسط و کسایی که فرصت پیدا کردن اومدن اونجا و من گفتش که چشم اون چی که گفتی رو کردم مطلب عجبی من هم مادرم خواستم اونم از من من گفتم میمونم خارج گلوب بشم من میمونم خارج گلوب شدم من اون مادرم خواستم که دیگه هیچ کمکی نکنه و هیچ کمکم نید من اینو من کردم چون فهمیدم چون فهم کردم چون با بوس استخونم فهمیدم تا دقایق اول با برخورد اول من رو برده جست کرده دیدم من به وظیفه خودم بسیدم ما سکوت کنم خواهر سال آقای ببخشتم. بسیار ممنونم از شما واقعا که دل پرقصه ای دارید و باید اوقات بیشتری با شما باشیم پای صحبت های شما بنشینیم و من برای دوستان نوشتم به صورت پیام چشماتون رو ببندید و خودتون رو جای این دوست و دیگر دوستان بذارید و ببینید این شرایط رو اینها چگونه تحمل کردن سالهای سال. در صورت لطف کنید از سازمان مجاهدین بگید که از چه شیوه هایی برای خلاص شدن از شر افرادی مانند شما که مشکل دارند استفاده کرده و میکنند. بله یه لحظه اجازه بدید من یه جور چند مورد نوشتم ولی خب آقای صاحبی دوره صدام حسین زمانی بودش که خب مقصود دجشو که وقتی اونجا برنهاد راه ورود داشتی راه خوبی نداشت. ببین اگه میخواستی بری بیرون باید دو سال میرفتی دستگاه ضد اطلاعاتش اونجا تخلیه میشدی 17-18-15 چند سال میرفتی دستگاه زندان عراق که اونجا تنگ تکلیف بودی ولی شیوه هایی که بود یکی از شیوه هاش انگ زدن به تو با عنوان یک مزدور تو میمونه تو دستگاه ضد اطلاعاتی که بیانی بالا اگه دستگاه تناقضی دستگاه تناقضی مثل ما بود یعنی دستگاه سیاسی بود مسعود زیر سوال میبردی بایستی مینوشتی که مسعود من قبول میکنم نه بایستی پیرین رو به خودت میمونه دیگه چی کشته میشد اون رو بسار بید
50 نفر رو تو دستگاه ضد اطلاعاتی خودش چندین نفر کشته شد. یک شیوه. شیوه شکنجه. دو شیوه. شیوه خلع درجه کردن. سه شیوه. بگو آقای صحابی برای من خیلی دیگه آوردن نفرات چه زن چه پسر که هم نفست بشن که بانمود کنن تو مشکل جنسیتی داری نه مشکل سیاسی. شما چی بگم آقای صحابی خلاص شدن از نفر به بهانه مختلف انفجارهای مختلف که یه نمونش آبگنخان بود. آقای صحابی سربلیخ کردن نفر نفراتی که چه زن اسامی ندارم چه مرد کسایی که دستگاه انقلابی نرفتن خانم بتونی سلطانه خانم زهرای ماهینی به خوبی بخشی از اون اشاره کردن یعنی خلاص شدن از نفر. آقای صحابی زمانی که سازمان عملیات های بیمومرزی بود بهترین فرصت بود برای تصویر کردن نفر که خیلی اومدن گفتن تا آقا نفر به بهونه این که میخواد بره آموزش ببینه که بره برای یک عملیات میرفت سر از ناکجاوات میمد بس فرد همونش میمد پس فرد فلانی مرد. کجا مرد؟ فلانی زدن کشتن. کدوم تیم عملیاتی؟ حسن اسقر نوید و فلان که 5 نفر از نفر خودشون رفتن بغداد برگشتن اومدن 4 نفر رفتن 3 نفر 2 نفر نیومدن. آقا مرد. حالا بیا گریه بکن یه تیر خورده روز نارجه خوب من ببین بخشی از این کشته ها که واقعا کشته شدن رو میدونم که نازم ولی بخشش اینجوری یعنی به بهانه عملیات بیرونی از شر یک سری راحت شد. دو دستگاه انقلاب شورای رهبری اگه شورای رهبری قد علم میکرد میدادنش خود مسعود فاکتای مختلفی مورد ضرب شهر و بعد مورد تنقل شورای رهبری و بعد هم مرک های مشکول از گاز گرفتگی از سوختگی از طرف که عدسه کرد خانم فلانی رفت زیر خاک. شیوه پردیش میبرن تو دستگاه ضد اطلاعات بالا بیاری و با دستای خودت بنویسی انقدر که کتک خوردی زیر فشار روحی روانی هستی بگی آره با هم من هستم. آقا میگی من هستم من اصغر تقی نقی فلانی و من کشتم که خیلی هم کار کردن روانی شده نفرهای بودم که سازمان دیگه لحاظ فکری میدیدی گریت میگرف. آقای صحبه به جد دارم بهت میگم گریت میگرف انقدر زیر ضربه سازمان بودم که طرف دیگه دختر شده. شیوه بعدیش داروهایی رو بهت میدادن که به مرور زمان یا ببخشید خنگ بشی یا روانی بشی یا دو بزنی و انقدر ازت کار میکشیدن و دردهای ناعلاج رو بهت لحظه به لحظه وارد میکردن که بعد از دور خارج بشی بدون اینکه خودت بفهمی و با اینکه میفهمی شیوه هاش بود کشتم سرنوشت کردم اینو شکنجه بردم تهمت و افتراق کردم. آقای صحابی خیلی بده برات پابوش اینو درست بکنن یکی بیاد بخواد هم نفست بشه بعد بریزن سر که چه بسا سر خیلی ها نوشتم و نشست های عمومی برگزار کرد آرایت زن و مرد و برد که شما دردتون درد سیاسی نیست شما دردتون درد جنسیته خیلی سخته شما اون صحنه رو ندیدی طرف سرش رو نده پایین اوندن سرش رو نده پایین ما دیدی خیلی درد داره که طرف برگرده بیاد بگی آره ولی ما همه فهمیدیم نه اینا که من نفرش برگشتم زدم و شونش گفتم برو به همونی که تو رو فرستاد بگو احسان این کاره نیست اشتباهی گرفته برو بهش بگو چه زنده است. آقای صحبی جلسه مسئولیت کلیدی تو سازمان من رو میگم جا داریم پناتز رو باز بکنم من مسئولیت مجموعه بهداشتی بودم لیلا معروف به لیلا ببخشید میدارم میگم چون واقعا معروف شد این طرف به لیلا کنگانده من رو صدا کرد گفت احسان علومیه که ما تو رو چک کردیم فهمیدیم که تو دستگاه جنسی خیلی قویه مشکل جنسی نداری مسئولیت مجموعه بهداشتی به تو میدیم هر چی دیدی گزارش بکنی چیزی نمیدید. بعد اون چی که من دیدم از خوشی که ناموسی که به مسعود میدادن از شکلک هایی که برای مسعود و کشوره رحمانی میکشتن بذار چنا تا یه نفر دو نفر رفتن همون تا اینکه تو بنده رخت و چه اتفاقات افتاد تا اینکه همین بچه های میلیشی زاده هایی که خیلی دنبال شما خیلی های دیگه مورد آزاره جنسی قرار گرفتن
به این آقای صوفی بیدم عزیز، شنونده عزیز، مسعود رجبی یک دستگاهی داشت با عنوان اینکه تو بیا تو آرمانهاش زندگی نامه خودتو بنویسی. خیلی سخته تو به کسی اعتماد کنه، اون از اعتماد سوء استفاده بکنه و کرد با این بچه ها. آقای صوفی شما ندیدی گریه نفراتو؟ شما ندیدی نفر چاقو داشت میزد خودشو میخواست بکشه؟ چرا فلانی؟ یکی دو نفر چرا فلانی؟ من نوشته بودم این کارم اشتباه کردم اونجا رو من سوار شدم. خیلی سخته آقای صوفی، من از این کارو کرد. این هم همون شیوه های پستانه مسئله رجعه قتل، سرونی، وادار کردن تو دستگاه جنسی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. امید دارم که آقای صوفی، من اگه صحبت بخوام بکنم هر بندش صدها دقیقه است، ولی مختصر میگم شیوه های کلیدی سازمان همین بود. ترور شخصی هم یکی دیگه شد. آقای صوفی 10 سال بغل زد بشن میگن مزدوری بیمین چالی به دست میگن. اگر خندیدی بگو احسان بیده اشتباه کردی، تو هم باعث میخوایی بیان برای توته بکنن و بعد بری تو بشید. این خیلی درد داره آقای صوفی. خیلی بخونم من در خدمتم، اگه سوالی حرفی حدیثی تو خود چیزی هست به من بگید من انجام بدم. بله ممنونم از شما. یکی از دوستان روی فیسبوک نوشته که تعجب میکنه که شما دوستان وقتی که در سازمان هستید اونجوری به اصطلاح بت‌پرست هستید و فرمانهای اینها رو رعایت اجرا میکنید، بعد که میایین بیرون اینجوری با دید باز نگاه میکنید. و این رو پرسیده چه عاملی باعث میشه که اینها اینجوری باشن. من فکر کنم توضیحش خیلی ساده باشه. اگه یک کسی رو در یک به اصطلاح چهار دیواری شما نگه دارید و نذارید با دنیا در تماس باشن، من فکر میکنم بعد از چند مدت اینا حتی نتونن حرفهای دیگران رو هم بفهمن، به غیر از اینکه حرفهای خودشون رو هم نمیتونن بگن. ولی باز هم خوشحالم که ایشون از کلمه پانوراما استفاده کرده. پانوراما وقتی که یه چیزی رو خیلی گسترده و واید میبینیم. و من خوشحالم که این فرصت برای شماها پیش اومده. امیدوارم افراد دیگه هم بتونن به زودی بیان و صحبت کنن و حتی بگن که چرا اون موقع اینجوری به اصطلاح بت پرست بودن، اینجوری مثل افرادی فرقه اون رهبریت و اون والا نمیدونم چی بگم اصلا اسمش رو اون رو اینجوری میپرستیدن. در صورت در این مورد صحبت بود آقای سارو یک لحظه اجازه من یک دقیقه یک اضافه بکنم. یک چیزی ها دوست من عزیز من مسئول رجعه رو تو پاییت سوار بود عملی جاری و قوس ببین وقتی روز سوار میشد فکر تفکر ارادت رو میخورد و تو رو از خود بی خود میکرد. ببین من احسان بیدی نبودم اونجا، با اینکه مقاومت میکردم که بفهمم، تو رو مسخ میکرد، تو رو واجب میکرد که زمین رو مخایلت رو بکشی بیرون. هر چیزی ها تو از خودت دیگه بی خود میشی، رو تو سوار میشد و به تو اون قدرت رو میداد که هر کاری که اون دوست داشت انجام بده و بدتر از اون به تو اجازه رو میداد که ستایشش بکنه. دوست من خیلی ها بت‌پرست نیستم، به خدا خیلی ها استقامت کردم و مقاومت کردم، فقط موندم به بهانه اینکه ثابت کنم من مسئول کسی نیست. دوست من بالای 60-70% اونا بالای 45 سال سن مانا. ببینید در یک محیطی تو بزرگ بشی که نه کاری میتونی بکنی، نونه تا یکی داره میده، هیچ اراده از خودت نداری، بیرون نمیدونی چی کار بکنی، مثل یک پرنده میمونی، بچه گنگی دهت رو باز میکنی یکی بهت بگه آقا این کار رو بکن. 20-25 سال 10-15 سال 30 سال برات برنامه ریختن، برات مجابت کردن و جد تصمیم گرفتن. دوست من سخته، من 3 سال طول کشید خودم رو پیدا بکنم، 10 سال اونجا بودم، با اینکه از اولش مخالف بودم، دوگانه بودم با خودم، با جامعه بیرون خودم میترسیدم. من حالا چه برسیم کسی که 20-25-30 سال درک کن وقتی بیاد بیرون این یک پرنده یکی بچه هست دنبال یکی میگرده که یه چیزی دهنش ببین آجز نفر وقتی بیاد بیرون مین
دوم هم کارهای خودشو بکنه. ربات بودن، ربات بودیم، الان اگه فهم و شعور قلب پیدا کردی و اراده خودمون بود، درک کن، نگو بود برم. مسعود ارزش ستایش نداشت، مسعود فقط یک سوار بود و توان اینو داشت که کاراشو پیش ببره. این اشتباه رو نکن. اونی که 40-30 سال با تنفر مسعود رجبی میداره، میترسه بیرون خودش، میگه بیرونم میخوام بمیرم، خب بذار همینجا بمیرم. ببین نمیتونی بیای بیرون تصمیم بگیری. بسیار ممنونم از شما. شما اشاره کردید به 19 فروردین 1390. من یادم میاد اون حتی در جلسه شون اینجا من شرکت کردم، فیلم برداری کردم که اون فیلم ها رو نشون میدادن که ماشینای عراقی حمله میکردن، میزدن به افراد مجاهد و اینها. به نظر میرسه که شما اون موقع هم اونجا بودید. اگر لطف کنید در مورد اون روز به خصوص توضیح بدید بسیار ممنون میشم. آقای سرور اگه اجازه بدید من برمیگردم به قبل از 19 فروردین در حدود 3-4 ماه، دقیقاً دیماه بود. از اونجا استارت داستان 19 فروردین خورده شد که برای همه ما مشخص شد که مسعود رجبی در تداعی یک تصفیه حساب بزرگ این همی شهریور اخیری که داشتیم داشت. ببین آقای سرور، مسعود رجبی ما رو برد پشت حسارها و از ما خواست که به خانواده های خودمون خوش بدیم. خیلی استقامت کنیم، گفته مادری که 9 ماه در زایمان من رو تحمل کرد، 9 ماه من هم کرد، اومده اینجا چرا؟ آقای سوری یک از اینهای کسی به مسعود رجبی که فیلم برداری کرد به نفع خودش تیمهای ایزایی میفرسته گوشه کنارهای سیاه دور از دسترس فیلم برداری عراقی و مردم عراقی و خودش با تیر تیر کمون با خوش فضیعت با نقل انتقال کردن اشیا تحریک میکردن به طرف اینا برای درگیری. البسته قبل از 19 فروردین چند اتفاق مهم تو ارتش افتاد. من دوست دارم که اینا رو دوستان بدونن، خودشون قضاوت بکنن واسه من چقدر. یادم میاد که در بالاترین سطوح فرماندهی اشاره رهبری کسایی که تو ارتش تو قسمت یگان ها بودن سازماندهی شدن اصلا تو منطقه امن. یادم میاد نفراتی که اومدن تو دستگاه ارتش یا یگانها آموزش دیده، فرمانده های بالای مردها تغییر سازماندهی شدن رفتن توی دسته دیگه. یگانهای ایزایی تشکیل شد، یه سری نفرات از یگانهای ارتشی که ما بودیم، یعنی اونشون در این دلیلات ارتشی بودیم، نفرات غیب شدن. بعدا فهمیدیم که رفتن دارن آموزش میبینن برای گروه ایزایی ضربتی. آقای سوربی، یگانهای تشکیل شد به عنوان یگانهای نخالک تو اشرف، اصلا مشخص شد به عنوان کسایی که پاکستانی قراره بشن مثل ماها، یعنی شمایی که مقصر بودی یا مونی در موقع سازمان بودی سازمان رو میکنن در جایی که میدونستن درگیری و بایستی از بین بری، متوجهی؟ یعنی یگانهای تصفیه حساب که همه ما میدونستیم این نفر روی دماغ سازمان تو این دختر فهمیدیم و بایستی تشکیل داد بشه و این یگانها هم تشکیل شد. یگانهای فدایی مسعود رجبی، کسایی که مخشون سوار می شدن مثل 6-7 مرداد، من کاری ندارم درست یا غلط، ببینید جرایت نیروی مالکی جای خودش را دارد، اما این برای داستان مسعود تقصیر نیست. این هم باید بیاد جواب بده که مسعود رجبی چه در 6-7 مرداد که دولت عراق با تمام بدیهاش سر حرفش باسته با فلانجا رو میگنم فلانجا رو گیره باستان ایستان، بله اشتباه که زد کش مقصر، ولی تو بی تقصیر نمید. آقای تو بی خیلی خنده دار بود در 6-7 مرداد برمیگشت میگفتیم چرا این قسمت رو میدیم، میگفت آقا سیاسی باید عوض کنه. همین چنان مصور داری تا دلدرام میکرد سریع عقب میشیم. با این داستان 6-7 مرداد کاری ندارم که برمیگرده به اون تناقضاتش که من همه رو مشخص شد تو اون درگیری هایی که تو ایران به وجود اومد که آقا سازمان رنگ و بوی تو ایران نداره، همه گفتن که ما جایگاهمون کجاست. مثلا رجبی توطئه 6-7 مرداد به وجود آورد و وقتی هم که خدا حوار داد که اشرف مقبول شد با ایران همه خندیدیم، گفتیم بابا اشرف دوباره با مالکیش میجنگه تو ایران، یه جواب بده ما کجای ایرانی که 6-7 مرداد این داستان. پس آقای سوربی یک سری تغییر سازمانی در باره سطور ارتش
شورای رهبری رفتن تو مکانه هم فرمانده که واقعا مسئول رویش نیاز داشت که صدر میدهیم اینا، اونها رفتن توی یگانه های دیگه، یگانه های ایزایی، یگانه های فدایی، یگانه های کتب حساب تشکیل شد. من اون مزدر فرمان یادم یه دو ماه قبل از اینکه روزه فروردین شکل بگیره مسئول رجبی یک نشستی برگشت گذاشت علنا اعلام کرد که آقا دولت اعلی میخواد بخش از این زمین ها رو بگیره به دولت آمریکا، ایالات متحده آمریکا. بعد طرفی به دولت کمیسر آریا اعلام کرد که آقا من تو این خط مرز رو میگیرم. به من نگردی شنوان نگرد از منی که بشتبی که خواهرزاده محمد رضای بیگی کسی هستم که آیت رو ترور کرد، بادیگارد مسعود رجبی بود و کسی بود که از فرمانده های بالای سازمان بود. از کسی بشنوید که سازمان رو از پایین شناخت، رفت تو دستگاه سازمان و شد مدیر سازمان. از من بشنوید که این واقعیت رو دیدم. مسعود رجبی برگشت گفتش که آقا اشرف رو میخوام بگیرم. همه برگشت با ما گفتیم که این طبق قانونش پاد تا اونجا بیاد. گفت نه اشرف رو میخوام بگیرم. ایستادگی تا آخر یک سری ها خب دستگاه خودش نفر داشتش که بشه بشکن میداد نفرهای خب به حال چپه بندش میمونن تو دستگاه. برادر تا آخرش هستی ما حیات میمونن زندت همه مونیم آقا این میخواد به تا اونجا بگیره. شش هفته مردم زد و کشت خود اومد کرا واسداد چرا خون دیگه. آقای سوربی حتما شما اطلاع دارید و حتما شما بیننده عزیز باید بهتر ببینید تو دستگاه قانونمند سازمان ملل بالای 100-200 مرد 1000 تا اگه کشته داده بشه جنایت جنگی محسوب میشه و میبایستی نیروی سالس حالا دولت آمریکا یا کلاهی اومد میومدن داخل دخالت میکردن. مسعود رجبی دنبال این بود نه دنبال این که بخواد اشرف بسته میشه بسته میشه دنبال تصفیه حساب کردن و بالاترین خوب بود که کلاهی‌ها رو پشت بکشونه وسط تا جون خودش رو نجات بده نه صدا 20 نفر من اشاره میکنم. پس بعد همه منفجر شد که دولت عراق میخواد بده آقا شمال رو بگیر. آقا روزه فروردین شد من پست بودم شب قبلش توی جنوب توی شمال درگیری شد صدای گلوله‌ها اومد انفجارها اومد و من با سینمای دانش با کسی بودم که رفتم تو صحنه کسی بود که بزده آخر صحنه بود و کسی بود که شده اومد حوار زد که سینمای تو خود صحنه بود من بلند شدم گفتم سینمای دانش کجا بودی آخر صحنه بودی اول صحنه من بودم و یک دختر که فرمایه دیگه گفتم فیلم میده که شغب میکشن اتا گفتم اگه بخوام بکشم باید بکشم اگه قرار خونی ریخته بشه بازی ریخته بشه مکرد مرد نمیترسیم که بدون مسعود رجبی بفهمه با استقامت اون کسی نیست. خلاص ساعت 6 صبح شد شهیدات اومد برگشت گفتش آقا آماده باش ما قبلش یه هفته قبلش تو آماده باش کامل بودیم. ساعت 7 و نیم شد دیدم یک آیفای اومد آقای سوری نفرات رو جمع کرد و شهیده اومد گفت اسم بیدی تو فلانی سوار آیفای شد این دل وقتت باشه. یه سری گفتم من سوار نمیشیم و مخالفت کردن و میدونم یه سری سوار شد من سوار آیفا شدم ترکیب 17 نفرمون رو دیدم با سینمای دانش بودم به فیلم مردایی که بغلم نشست گفتم فلانی فیلم مرداری کن گفت چرا گفتم خیلی از اینا بر نمیگردم مگه نمیگن همشون تصفیه شدن یکیشم خود توی نگاه کن فلانی مگه این مقصد چیز کسی نیست که با سازمان مقصد گفت چرا گفت فلانی مگه نیست چرا مگه گفتم فلانی مگه نیست گفتم چرا گفتم نگاه به چهار تا فرمان دوزایی نکن که قرار خونشون ریخته بشه نه همش آخر صحنه صحنه نیستن به خدای محمد تک تکشون آخر صحنه بودن تو میدونستم داستان چیه آقای فرمان ما رفتیم وارد صحنه شد لعنت بهت مسجد رجبی لعنت خدا بهت مسجد رجبی لعنت خدا بهت صحنه ای که فیلم برداری شد از بهروز ثابت نفر چپ سازمان نفری که با سازمان مخالف بود نفری بودش که عملیات مختلفی برای سازمان کردن خواننده سازمان که کشتنش آقای سوربی تیر خورده بود تو پا 4 ساعت بردنش یه گوشه انداختن بدون رسیدگی مرد روحت شاده من اینو کشتم من همینجا عنوان میکنم 36 تا کشته دادم ولی اون چی که ما فهمیدیم 15-16 نفر مرگشون درست بقیه رو کشتن مسعود کشت با بی‌توجهی آگاهانه و آمدانه
مسجد رجوی 3 ماه 2 ماه بعد از 13 فروردین خفه خون گرفت و اومد زجه زد که چرا 36 تا کشته و خدا رو شکر کرد. گفت میبایستی هزاران کشته میداد. زجه میزد. گفت چرا هزار تا وقت؟ این نام مسجد رجوی. من با بخش جنایت سال دولت الان کار ندارم ولی الان عنوان میکنم داستان چی بچه. ساعت 5:30 درگیری میشه طوله شمال گروه ضربت انقدر زد و خورد میکنم با نیروی عراقی انقدر زد و خورد میکنم نیروی عراقی میکشه جدا گروه رنجر و آموزش دیدهایی که یگانه دیگه جیم شده بودن خل اصلاح میکنن آقای سوربی تو نشستش مسعود رجعبی اومد نشون داد این نامد نشون بده مسعود رجعبی خل اصلاح کردی نفر بلا را و خل اصلاح کردی توفنگ ها را و تهدید کردی دولت عراق آتش باز کرد و تو کردی من با سهم جنایت نیروی مالکی کار ندارم اون باید جواب بده ولی تو هم باید جواب بده آمدانه آقای صوربی تصور بکن وقتی تو یه نیروی حاکم رو خل اصلاح بکنی یعنی چی؟ یعنی دستور جنگ داریم میدی عدم و دذرهش قهقه میزد همه ما فهمیدیم تو اون نشست ای دار غافل مسعود با ما چی کردی؟ آقای صوربی من تو اون درگیری بودم نفر عراقی با مترجمش اومد گفت آی ایوه الناس کشته ندید ندید تو دستگاه اینا به ما گفتن تا اینجا بگیری آقای صوربی به خدای محمد گرفتن گلیدر دادن سیم خاردار بعد نفر واستاد دیگه هم یه بوده ایمدا همونجا واستاد با مترجم چند تا دخترش رفت اونجا داده بلاد کردن صحنه هاش هست نشون میده میکشنش اقل ما درست پشتم صحنه بود گفتیم بیا پایین طرف داریم میگه ما تا اینجا آمدیم آقای صوربی عرضانه میدونی شاهی مغلق ششو همینه که همون تو آلمانی هست ای فرزانه نامه ای ترسی ای بزده تو منو بهتر از خودم میشناسی من تو نمیشناسم کسی بود که داد زد گلوله ها مشقیان اولین نفری بود که از صحنه خارج شد جهانگیر خارج شد محسن ها خارج شدن افغان ها خارج شدن ما دیدیم یه مش بچه بودیم تو صحنه با یه مش فرمانده دوزاری شورای رهبری کون گذاشته بودن رفته بودن تو اون قسمت دیگه داد میزدیم پس کو آقای صوربی مژگان پرسیا اومده بود ساعت 6:30 جلوی بچه ها حوار زد نامردید اگه دولت عراق رو بدید این بر باعث خون برید کشته بدید خانم سوار ماشینش کجا تو پناهگاه زد آقای صوربی وقتی مسئول رجعی باز تو قبقبش میگفت میگفتش که اشرف میمونی استقامت میکنی کو باعث جلوی ما میومدی کدوم فرمانی نامردی آخه همرزمان خودش شومشونش نیست ولی مسعود رجعی ثابت کرد که اینا وقتی فرار میکنه دو زن آموزه خب میره تو دستگاه کجا زده بوم بشه حوار میدادیم تو اون دستگاه کنون شعره رهبری یه مسئول بالا چرا بابا نمیاد خون بده آقای صوربی خل سلاح کردن باز خون بده ای رضای امام جامعه قاتل در بر ای نامه ای رضای امام جامعه کسی بود که فرمان آتش رو داد با تیر کمان با سنگ بیافته به جونه عراقی ها علی زمان دومه خودت کجا بود تای سخنه شاعرش هستن ها من که بخوام من بگم کلاب بکنم نه من وجدان دارم من همون کسی هستم که به من میگه آره هستم اونجا ولی من سو چش در چشم دنیا زمان بارها گفتم تاریخ قضاوت خودش رو کرد آقای صوربی مسعود رجعبی نه من متعیین شد ببین آقای صوربی گفت میخواد بیاد اشرف رو بدونه و خدای محمد تک تک ما اونجا بودیم قبل از اینکه من برم گفتم سیام من کو جنوب تک نفر نیست نفر علاقه کو که میخواد بده اشرف رو بگیر 10 نفر بیشتر تو این پست نیستیم شرق نریخت غرب نریخت فقط اومد شمار تو اونجاش گرفت استاد همه فچل شدیم کمرو خود شد رجبی یکی از مسئولین زنش که چند وقت پیش به گور رسیدش به گور رفت خدا لعنتش بکنه 2 ماه خفه خون گرفت اومد گفت استقامت شما باعث شد که اشرف زنده بمونه اشرف رو نگیرم بلند شدیم گفتیم نه اشتباه نکن
دولت عراق ما اونجا شاهد بودیم، همه برگشتن گفتن مترجمش اومد گفت با مترجم تو اینجا میخوام بگیریم. کجا بستن آی صاحب؟ نفر عراقی خیلی قشنگ تفنگ رو گرفته بود، تو هشم داشت آخرش قدم میزد، اگه میخواست اون روز بگیره میگرفت. دروغ. وای وای آقای صاحب شما نفر همرزم دختر همرزم گله خورده تو کولت باشه بکشه عقب داد بزنه آی احیان هست بگی بیاد کمکت کنه. اون صحنه خیلی درد داشت. یکی فرمانده بالا از سرش کشید بیرون گفت چی شده احسان؟ گفتم بزر بیا تو صحنه، صحنه صحنه خونه، اگه مردی میگی اشرف اشرف بیا خونه تو بده. دختر رو گذاشتم رو شونش مرد، چنان مشتی دادم تو دهنش گفتم نامرد برو جونه تو بده برو کنه. قرار کردم آقای صاحب مسئول رجبی تو نخفتون گرفت دوستان. مسئول رجبی مدعی این بود که منم اشرف رو ببردم، ولی این نه دوستان رو ضعیفه. دوستان مسئول رجبی بزده نیمت آمان بکنه که من خل اصلاح کردم. اون خل اصلاح کردم انگوش کرد تو دماغش. روزای فروردین مسعود رجبی 16 نفرک 36 نفر را آمدانه کش بدون رسیدگی. شاهدانش هست با گوش ها شنید که فلان شورای رهبری میگفت نکن بذار بمیره این موی دماغه، نکن بذار بمیره اون موی دماغه. من گوله خوردم رفتم وقتی توی بیمارستان گریه کردم گفتم ای دل غافل چیه؟ هرچی بالای سازمانی که اینجاست، مژگان که تو پناهگاهشه، زور اخیرش که اینجاست، تمام فرمانده‌هاشون که ترسیدن اومدن تو بیمارستان. پس کو اشرف؟ کو استقامتش؟ خیلی ضربت آقای سوربیا. ببین شما با عنوان یک ببخشید مثال میزنم، بگید من پدر خانواده‌ام مسئولیت یک چیزی چیزی میخوام بزنم درک کنید، نمیدونم چه مثالی بزنم. بعد بیا خودت فلنگ رو ببند و ببین. آقای بیدی خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید چون اینو گفتید من مخصوصا این سوال رو از آقای فیلابی کردم سالها پیش که آقای رجبی کجاست، و ایشون به من گفت که آقای رجبی رفتن عقب که خانم ایشون بیشتر عنوان بشه. من ازشون پرسیدم یعنی اگر یه خطری هست این آقا خانمش رو جلو انداخته، آیا شما هم همین کار رو انجام میدید؟ ایشون صحبتی نکرد. در اصل من از شما ممنونم. ما 12 تا سوال اینجا داشتیم، 5 تا از اونها رو پرسیدیم، 7 تا باقی مونده، ولی آخر وقت است و شما هم خسته. اجازه بدید که در برنامه‌های دیگه باز از شما استفاده کنیم تا این صحبت‌ها و پرسش‌ها، ولی یادآوری می‌کنیم به بینندگان و شنوندگان که میتونن مستقیما با فیسبوک شما که من در برنامه نشون دادم، با کانون آوا، با تلویزیون مردم تماس بگیرن، پرسشی، پاسخی، نظری، هر چی دارن مطرح کنن، اونها رو در برنامه‌های آینده در موردش صحبت میکنن. تلویزیون مردم من یک دقیقه وقت دارم بله بفرمایید. روی صحبتم با شما که حوصله کردید این یکی دو ساعت شاید حرفایی بودش که باعث میزدم عنوان کنم، ولی دوست دارم خودتون رو بذاره رو تک تک جاهایی که ماها بودیم لمس بکنید. ما از تنفر مسئول رجبی اینجا نشستیم، ما به فرد مسئول رجبی کاری نداریم. مسئول رجبی یه آدم پس کسی که تمام ارزش های سازمان رو به نفع خودش بود. دوستان اگه قرار خونی باشه که باید مسئول رجبی رو بهتر بشناسیم ما حاضریم. من هیچی نگفتم، من نمیدونم دو ساعت چیه تماشا، ولی امید دارم انقدر گفته باشم که فهم کنیم. ما با مسئله رجبی دعوایی نداریم، به فردش دوش جونش هر غلطی خواست بکنه به فردش بکنه، ولی وقتی مسئولیت یک گروه داره، وقتی یک سازمان میخواد یدک بکشه با اون کار داریم که هیچ کاری نمیکنه، به جد هیچ کاری نمیکنه. آقا صاحب خیلی ممنونم از شما، حوصله به خرج دادید. دوستان خیلی ممنونم، واقعا حوصله به خرج دادید. بازم شرمنده تو این وقت کوتاه نتونستم اون چیزی که بایستی رو بگم عموم بکنم، ولی در پایان فقط یه چیز میخوام بگم. مسئول رجبی من تو آلمانی هستم، تو کجایی؟ البته شیر همیشه بیداری و اون امامزاده اون امامزمان دوزاری هستی که خب خودت میدونی و البته میدونیم تو زرد کردی و البته میدونیم نقطه مرگ تو و حقارت تو استقامت و
بسیار ممنونم. و پایان هم خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از زحمات خودتون، دست از انکار برنامه و حوصله که دوستان به خرج دادن. امید دارم عمری باقی باشه چشم حتما. خواهش میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید دیدار، به امید روزهایی بهتر و آیندهی روشنتر. ممنون از شما، در پایان حق باشید. خدا خدا خب دوستان عزیز، با آقای احسان بیدی بودیم از آلبانی. مطمئنم ایشون اولین کسی هست که از آلبانی با ما تماس گرفته و صحبت میکنه، امیدوارم آخرین نباشه. از شما که با ما بودید و حوصله کردید بسیار ممنون و سپاسگزار. این ویدیو و آدیو تا چند ساعت دیگه، یکی دو ساعت دیگه، بر روی وبسایت کانون آوا، بر روی صفحه بایگانی تلویزیون مردم و روی یوتیوب هم میتونید اسامی این دوستان رو بزنید یا کانون آوا رو تایپ کنید، بنویسید و این ویدیوها رو ببینید. باز هم خدمت شما میگم که اگر پرسشی دارید یا نظری دارید، حتما با اینها مستقیما تماس بگیرید، با کانون آوا و یا با تلویزیون مردم. و همینجا باز یک بار دیگه به سازمان مجاهدین اعلام میکنیم که مسئولینشون میتونن بیان پاسخگو باشن یا میتونن از تلویزیون مردم استفاده کنن و نظرات خودشون رو بگن، همونجوری که قبلا هم این کار رو انجام دادن. از شما هم ممنون، روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی.